بسیار عالی. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه همکاران و مهمان گرامی جلسه. امروز دوشنبه 21 نوامبر 2022 ساعت 18:13 به وقت اروپای مرکزی یکی دیگه از فراخوان‌های ویژه کمیته پژوهش رو با عنوان حق اعتراض با محوریت موضوع بعد از این نظام چه میخواهیم رو آغاز میکنیم. بدون فوت وقت از مهمان عزیز جلسه جناب آقای گلزار خواهش میکنم که بحث رو آغاز کنم. جناب آقای گلزار بفرمایید. خواهش میکنم. سلام دارم خدمت شما عزیزان و خوشحالم که در جمع شما هستم. خدمتون عرض کنم که موضوع ربط داره با تحولی که در حال حاضر در ایران در حال انجامه و اون این که جامعه ایرانی بعد از 40 و چند سال برخواسته. البته دفعه اول نیست که اعتراضات عمومی رو رویج کار خودش کرده، ولی این بار اعتراضها به نوع دیگری مدیریت شده از طرف جامعه ایرانی و یک بیان شفافی رو در حقیقت به جامعه جهانی میگوید که ما با یک عقل جمعی، با یک رهبریت جمعی داریم یک جنبشی رو که به طرف انقلاب داره میره بیش از 2 ماه مدیریت میکنه. خب در عرض این مدت اعتراضات وقتی که انجام میگیره، بیان اعتراضات که خواستش چیه رو ما در شعارها میشنویم. یعنی اگر مردم شعاری ندن میدونیم اعتراضی هست، ولی نمیدونیم اعتراض به چی. در حال حاضر اعتراضها بیانگر اینه که محوریت نظام رو هدف گرفته و خواهان آزادی هاست. یعنی در شعار آزادی 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 یا زن زندگی آزادی و اینها بیانگر این هست که خواهان تحول اساسی هست از یک بنبستی که در این نظام هست رها بشه، بره در یک مدیریت جدیدی، در یک وضعیت جدیدی که در اونجا آزادی ها ممکن بشه بتونه زندگی کنه. این خواست هر شهرونده، این یکی از حقوق انسانه و حقوق شهروندیش، یعنی هر دو هر دو به اصطلاح موقعیت جزء حقوق اساسی است. یعنی اگه در یک جامعه آزادی ها ممکن نباشه، خب این زندگی در یک حد اقلی ممکن میشه که انسان از کرامت میفته، انسان از انسانیتش میفته و انواع و اقسام خشونت ها میشه روش معمول زندگی. حالا از اعتیاد بگیرید، طلاق بگیرید، نزاع‌های خانوادگی بگیرید، دزدی و فساد و هر نوع دیگه‌اش که نگاه کنی، اینها میشه بیماری‌هایی که اون نوع رابطه‌ای که در عدم استقلال و آزادی است به جامعه سرایت میده. خب حالا جامعه ایران برخواسته بیش از 2 ماه شعار میده. آقای خامنه‌ای در 25 آبان اومده یک سخنرانی کرده. در این سخنرانی خیلی گفتم اساسی است سخنرانی که آقای خامنه‌ای میخواد بکنه، برای اینکه چه مواضعی میخواد بگیره، مثلا صدای مردم رو شنید نشنید، میگوید تغییراتی رو ممکن میکنیم نمیکنیم، چه خواسته ای رو دنبال میکنه. بیان کلی شخص خامنه‌ای اینه که صدای مردم رو نمیخواهد بشنود و شروع میکنه به تهدید کردن. اول اینکه 25 آبان رو به خاطر این انتخاب کردن که گفته اند، یعنی دنبال یک موقعیت گشتن، 25 آبان مصادف است با 25 آبان سال 61 که 370 نفر از فرزندان این وطن که در جبهه کشته شدند، اینها در اصفهان تشییع جنازه داشتند. به این مناسبت اینها رو گفتن که دعوت کردن از اصفهان بیایید. پس کیا رو دعوت کردن؟ خانواده شهدا.
پس آقای خامنه ای اومده با خودی های خودی خودش صحبت کرده. از چی صحبت کرده؟ تمام مدت شما اگر گوش بدید یا متنشو بخونید که من متن صحبت او رو خوندم، تعریف و تمجید از مردم اصفهان و شهدایی که دادند که در هنر چقدر ممتاز هستند، در علم چقدر ممتاز هستند، در فلسفه چقدر ممتاز هستند، و شروع کرده است از علمای اسم آورده که اینها چقدر ممتازند، ولی یه جای کلمه نمیگه که این علمای فقهی که میگید اینها نظریهشون ضد نظریه شماست که در این کشور حاکمید. اون فیلسوفانی هم که میگید نظریهشون ضد نظر شماست که استبداد رو بر کشور حاکم کرد. و شما جنگی رو که در سال 60، در خرداد سال 60 قرار بود تمام بشه و سران کشورهای غیر متعهد چند جلسه به ایران آمده بودن و رئیس جمهوری اون موقع آقای بنی صدر به اینها پیشنهاد داده بود که چگونه باید جنگ تمام بشه، صدام حسین پذیرفته بود که از مرزها 15 کیلومتر عقب نشینی کنه که توپخانه ممکن نشه استفادهش. عربستان سعودی 80 میلیارد پذیرفته بود که غرامت بده به ایران و شما کودتا کردید، 8 سال جنگ رو ادامه دادید. این جوانانی که میگویید 370 نفر در اون روز، در حقیقت به خاطر ظلم شماست که کشته شدن. حالا اون خانواده ها رو دعوت کرده، ولی جالبه در صحبتی که میکنه دو مرتبه شروع میکنه خطکشی کردن برای جامعه، یعنی کلن حرفی که میزنه از دایره بیرونه، میخواهد بگوید من خودی های خودمان را کاملا محافظ هستم و شما اگر میخواهید آینده‌ای داشته باشید باید ما را پشتیبانی کنید که ما بتوانیم با همدیگه ادامه زندگی بدیم در این استبدادی که آقای سید علی خامنه‌ای ساخته. خب حالا من چند تا حرف اساسی زده، اینها رو جدا کردم. معترضین رو میگه شما صحنه‌گردانان شرارت هستید. هیچ وقت نمیگه اینا خواسته های شما چیست؟ این جوان برای چی اومد در خیابان کشتن میده؟ تا دو روز پیش 419 نفر در ایران کشته، 17500 نفر بازداشتی داشتیم. از چه بابت این مردم میان تو خیابون؟ اونهایی که تعدادی که ساچمه خوردن، زخمی شدن، زخمهای بد برداشتن، اونها از اما آماری ازش نداریم متاسفانه، هیچ آماری نیست، چون اکثر اینها به بیمارستانها کمتر رجوع میکنن، به پزشکانی و پرستارانی رجوع میکنن که در امنیت بتوانن معالجه بشن. همین روشی بود که در دوره شام همین اتفاق افتاده بود، کسی به بیمارستان نمی رفت. خب غیر از این تهدید کرده بساط شرارت آنها را جمع خواهیم کرد یا جمع خواهد شد گفته. به چه وسیله ای؟ اول اینکه اعتراضات رو میگید شرارت، مثلا دانشجوها که در کف دانشگاه میشینن شعار میدن، اینا چه شرارتی میکنن که شما میگید اینها رو جمع خواهیم کرد؟ در جای دیگه میگه که شما حقیرتر از آن هستید که به نظام آسیب برسانید، یعنی نظام رو آنچنان تقدسی براش قائل هست. اون آدم هایی هم که دعوت کردم اومدن از خانواده شهدا، میگوید شما در چارچوب این نظام هستید که تقدس داره و این آدم ها، یعنی این جوانان که میبخشید، این جوانان جوانان همین خانواده های هستن که جلوی شما نشسته بودن، اگر از اونها نیستن از همسایه اونها هستن، از خیابان اون طرف هستن، اینا فرزندان این وطن هستن. خب میگه شما نمیتونید آسیب بزنید، قرارم نیست که به ما به وطن خود آسیب بزنیم، که بناست این وطن رو از آسیب نجات بدیم که این استبداد حاکم کرده بر وطن ما. خب اعتراضات را هم اختشاشات ایشون بیان میکنه، مردم رو هم گفته که صحنه‌گردانان فریب، صحنه‌گردانان فریب خوردگان، عاملان جنایت،
اینها را به این صفت عنوان کرده و در حقیقت میگوید که قوه قضاییه باید با سران این افرادی که فعالیت میکنن و تأثیر گذار هستن به عنوان فساد فعل ارض برخورد کنه. اول اینکه ما همچین قاعده‌ای اگر از لحاظ اسلامی ایشان میگه نداریم، فساد فعل ارض در قرآن همچین چیزی وجود نداره، تعریف نداره انسان چه فسادی میکند که فساد فعل ارض میشود و حکمش میشه اعدام، همچین چیزی وجود نداره. خب اینا استبداد درست کردن از اول این انقلاب، ساختند برای چی؟ برای اینکه بتونن مخالفین خودشون رو تحت نام فساد فعل ارض حذفش کنن. بعدم ایشون یه نسخه میده میگه البته بله ما الان وارد مشکلات اقتصادی داریم، اون هم شروع کرده توضیح دادن که دشمن مقصر است، دشمن مقصر است، دشمن مقصر است، همه مقصرن جز این نظام. و باز میگه من توصیه‌های فراوانی کردم که گوش داده نشده ولی در حال حاضر داره عمل میشه. یعنی دوره روحانی دوره‌ای بوده که ایشون هر چقدر توضیح داده عمل نشده. این طبق قانون اساسی آقای خامنه‌ای ایشون سیاست‌های داخلی، سیاست‌های خارجی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های به اصطلاح پلیس مخفی کشور اطلاعات در اختیار ایشونه. اینه که باید نظر بده. شما توصیه کردی، نافی مسئولیت شما نمیشه طبق قانون اساسی. شما باید پاسخگو به این ملت باشی، طلبکار ملت که نباید باشی، که پاسخگو باشید که نیستید. میگویید اونها مقصرن. حالا این دوره آقای رئیسی چه گلی به سر این ملت زده؟ غیر از اینکه هر روز گرانی بر گرانی اضافه شده، میگوین که نه اومده گرانی ها کمتر شده که دروغ بزرگی است. نسبت خرید خانوارها رو میسنجن. آقا این خانوار پول نداره که بره خرید کنه، چون نداره نمیره خرید کنه، مایحتاج در جامعه بیشتر شده. این نسبت رو شما نمیتونید بسنجید بگید از لحاظ اقتصادی وضع مردم خوب شده. نه، وضع مردم بد شده از لحاظ معیشتی که به خرید رو نمیاره. اما مسئله بسیار مهمی که عنوان شده اینه که بعد از صحبت‌های خامنه‌ای شما میبینید که اینها به کردستان حمله کردن و در کردستان جنایت بر جنایت اضافه کردن. امروز هم خواندم که بعد از مسابقه ایران و انگلیس از نو، یعنی یک مثل که یه مدتی خیلی ساکت کرده بودن، اونجا حمله کردن و کشتار کردن. تا چقدر صحت داره اطلاع ندارم، ولی اینکه در سر تا سر کشور در تمام شهرها، یعنی اکثریت شهرهای بزرگ و کوچک کشور، واقعیتش اینه من اسم شهرهایی رو شنیدم که اصلا تا به حال نشنیده بودم، ولی نوع تظاهرات اونها، نوع اعتراضات اونها دقیقا همخوانی داره با بخشای دیگه کشور. میبینی یک عقل جمعی و یک رهبریت جمعی چقدر خوب داره فعال عمل میکنه. اما نوع سرکوب ها مثل همه، یعنی یا تو گلوله پلاستیکی بزنن یا ساچمه‌ای بزنن یا دستگیری کنن یا مردم رو با باتون بزنن و خشونت ببرزن. اما فعلا بیش از این 60 روز که از گذشته از جنبش مردم ایران، یک تأثیر عمده‌ای هم در سطح جهان ملت ایران گذاشتن و اون اینی که نه فقط به خاطر انتخاب اون شعار محوری زن زندگی آزادی، بلکه به خاطر اینکه عمل کردی که جامعه ایران میکنه، یعنی عمل میکنه به حقوق خودش، دفاع میکنه از حقوق دیگری. زن ایرانی در وسط تحول ایران فعال داره عمل میکنه، برخلاف استبدادی که بیش از 40 سال میخواسته بگه زن ضعیف است و باید در کنج خونه فقط بشینه. حالا اومده در جامعه فعاله. اینه که جامعه جهانی به عنوان وجدان اجتماعی در جهان
پشتیبان ملت ایران شده و خواهان این هست که در ایران تغییرات ممکن بشه. کاری به قدرت ها ندارم، میگویم وجدان جهانی. حتی در مسابقات فوتبال یک پیشنهاد شده که هر 20 دقیقه یا 22 دقیقه یک بار به اصطلاح به دفاع از مردم ایران شعار داده بشه. حالا تا چقدر صحت داره نمیدونم، ولی مسئله اینه که تحت تأثیر قرار داده حتی مسابقات جهانی رو، حرکتی که ملت ایران میکنه. جامعه شناس ها در سطح جهان میگن که تحلیلی که از وضعیت ایران میکنن، میگن اصلا یک غیر ممکنی رو ایرانی ها ممکن کردن. و آنچه را که در سطح جهان همیشه بحث میشده که زن باید از استبدادهای مختلف، چه استبداد اقتصادی باشه، چه استبداد دینی باشه، چه استبداد ایدئولوژیک باشه، نجات پیدا کنه و در روابط خانوادگی از حقوق برابر برخوردار بشه، ایرانی ها با شعارهایشون و عملکردشون این پیام رو به جهان دادن. یعنی یک دفعه پشتیبانی مرد و زن و زن و مرد با همدیگه یک غیر ممکنی رو که در سطح جهان راجبش حرف می زدن ممکن شده. اما خب یک سوال اساسی اینه که این جنبش نمی خواهد در چارچوب این استبداد بمونه، می خواهد تحول کنه. حتی در درون این نظام هم اصلاح طلبان از بخش های مختلف اومدن میگن آقا باید یه کاری بشه، اگر کاری نکنید تحول نمیشه. ولی خدمت شما عرض کنم نه فقط این استبدادی که در ایران هست حرف مردم رو گوش نمیده، همه استبدادها به صفت استبدادی بودن یه نوع روش پیشه میکنن. میخواد آقای هیتلر باشه، میخواد استالین و موسولینی باشه، میخواد خمینی باشه، میخواد خامنه‌ای باشه، یک روش دارن. و اون که تقدس میدهن به نظام، یعنی اون قدرتی که درست کردن، و بی ارزش میدونن جامعه رو. جامعه باید در خدمت قدرت عمل کنه. حالا شما لطف کنید برید صحبت‌های 25 آبان آقای خامنه‌ای رو مطالعه کنید، میبینید اونجا همش تقدس نظام است. مردم در اونجا ارزشی براشون قائل نیست آقای خامنه‌ای. حتی اگر بگه خانواده جانبازان، اینها 3% جامعه ایران رو هم شامل نمیشن. طبق بررسی ها میگن اصلا 5% اگر داشته باشه این نظام طرفدارانی که از لحاظ عقیده طرفدارش باشن یا از لحاظ شغلی طرفدار این نظام باشن. یعنی شغلایی دارن که مثلا توی نیروی انتظامی هستن، تو فلان وزارتخونه و فلان وزارتخونه، اینا میگن خب اگه ما زندگیمون رو از دست بدیم بعد چه کنیم. این به این شکل مدافع این نظام هستن، یعنی یک سهمی از اون سهم شیر رو هم به این خانواده ها میدن، به این آدم ها میدن. خب 5% جامعه ایرانی شما میگیری برای چی؟ بقیه رو ول میکنی؟ برای که اینا حافظ قدرت باشن. خب حالا مردم که میخواهند این نظام نباشه، سوال اساسی برای ما جامعه‌ای که می‌خوایم تحول بشه این که بعد از این نظام چه بشود؟ چه نوع مدیریتی حاکم کنیم؟ چگونه مدیریت کنیم که استبدادی که رفته یک استبداد دیگه به یه شکل دیگه حاکم بر ما نشه؟ شما هر کاری که بخواید در زندگی بکنید، اول از همه باید ببینید با چه طرز تفکری می‌خواید این کارو انجام بدید. مثلا میخواید یه ساختمان بسازید، میخواید اینو ارزون ساز بکنی یا میخواید مقاوم ساز، دو نوع ساختمان مختلف حاصل میشه. میخواید یه کالای رو به یکی بفروشید، میخواید واقعا وقتی در فروش میکنید به او اجحاف نکنید، همه حقیقت رو میگید بهش، بدیها و خوبیهای اون کالا رو، یا اینکه نه میخواید کلا سرش بذارید، تمام مدت تعریفش میکنید. اینا دو تا دونه شیوه مختلف. برای مدیریت در آینده وطن ما هم دو نوع شیوه مختلف میشه در نظر گرفت. آیا هدف آزادی هاست که مردم فریاد میزنن و حقوق ذاتی اونهاست که حقشون ازش برخوردار بشن هدفه، یا اینکه نه هدف اینه که یه سری احزابی به قدرت برسن؟ و اگه اونا بخوان به قدرت برسن،
در شفافیت توضیح نمیدن، یک اونا که میخوان به قدرت برسن، دو اصولشون تضمین کننده قدرت آینده اونهاست و به مواردی مثل حقوق انسان و حقوق طبیعت اگر بپردازن که در حال حاضر من در پیشنهاداتی که شده تا حالا نشنیدم و مسئله حقوقی که یک جامعه داره به نام حقوق شهروندی که باید به اونها پرداخته بشه، اگر به اینها نپردازن فقط واژه ها رو استفاده کنن، به عقیده من میخوان کلا سر مردم بذار. میگن آره ظاهرش قشنگه ولی وقتی در باطن به قدرت رسیدن میخوان از نوع استبداد جدید بسازن. حالا دیگه عمامه سر کسی نیست، میتونه کلا باشه میتونم نباشه، کراوات بزنن یا هرچی، ولی بیان شکل جدیدی از استبداد رو به وجود بیارن. بنابراین آنچه که مهمه برای شخص من و فکر کنم برای جمع ما اینه که ما اعتقاد داریم باید که در ایران حقوق محور و هدف و وسیله با هم باشه. یعنی ما هدفمونه که یه جامعه حقوق مدار داشته باشه، انسان‌ها از حقوقشون برخوردار بشن، به صفت شخصی، به صفت اجتماعی از حقوق شهروندی خودشون برخوردار بشن، طبیعت ما هم از حقوقش برخوردار بشه که ما این طبیعت رو بسازیم. نمیشه طبیعت رو ول کنیم، خب وطنی وجود نداره، در بیابان که نمیشه زندگی. پس بنابراین باید ببینیم این انسان‌هایی که در این جامعه زندگی میکنن با عقاید و نظر و چه میدونم از اقوام مختلف میان، با سلیقه های مختلف، گویش های مختلف، دین های مختلف دارن، عقاید نظری مختلف دارند، اینها باید بتوانن از همه اونهایی که دارن برخوردار بشن، کنار هم بدون تنه زندگی کنن. فصل مشترک همه آدم ها حقوقشون. پس بنابراین تبعیض‌های جنسیتی، تبعیض‌های دینی، مذهبی، قومی، زبانی، رنگ، اصل و نسب خیلی مسئله اساسی است که یه دنیا میگم من اصلا به کیه میخوره، نسبم به فلانی میخوره، من یه حق فوق‌العاده دارم. حق فوق‌العاده در هیچ جای جهان وجود نداره. همه انسان‌ها دارای حقوق برابر هستن. اگر گفت من یه چیزی بیشتر از بقیه دارم، یعنی میخواد تبعیض قائل بشه، یعنی حق منو بگیره و با اون چیزی که میگوید من اضافه دارم بر من حاکم بشه، یعنی من شهروند. خب من دیگه از حقوق خالی بشم دیگه چی هستم؟ فرق نمیکنه سید علی خامنه‌ای باشه یا هر کسی دیگه. این تبعیض‌ها به طور کل ممنوع است، اینا جزو اصولی که باید ممنوع باشه. تکالیفی که انسان‌ها دارن، تکالیف یعنی عمل به حقوق. نمیشه گفت که آقا بله به ما تکلیف کرده بودن که این زور رو اعمال کنیم. نه، شما باید به حق عمل کنی، اگرم تکلیف کردن نباید عمل میکردی، در آینده باید اصل بر این باشه. چهار تا قوه حداقل من اعتقاد دارم و ما پیشنهاد کردیم به صفت جمعی، غیر از قوه مجریه، مقننه، قضاییه، یه قوه رسانه ها هم پیشنهاد کردیم. از بس که ما تو جمع خودمون هم مرتب راجع به این حرف میزنیم، میگیم اطلاع رسانی. اطلاع رسانی یعنی چی؟ یعنی اطلاع صحیح دادن، شفاف دادن، آنگونه که اتفاقات میفته در اختیار مردم اطلاع دادن، نه اینکه اطلاعات دروغ بگیم، غیر شفاف بگیم، در حقیقت میخوایم کلا سر بقیه بذاره. پس بنابراین چهار تا رسانه، این چهار تا وظیفه‌شون چیه؟ در خدمت انسان‌ها باشن و در خدمت طبیعت، که طبیعت و انسان از حقوق خودش برخوردار بشن. اگه نه در خدمت نباشن، در خدمت قدرتم، خدمت دیگه این وسط وجود نداره. یا مطیع قدرت هستن برای او کار میکنن یا مطیع مردم هستن. بنابراین همه این چهار قوه باید در خدمت مردم عمل کنن، در خدمت حقوق مردم. محرومیت زدایی باید روش از روز اول باشه، یعنی که ما از روز اول که میخواهیم یک دوران گذاری رو
که حالا متناسب هست، یک سال باشه، یک سال نیم باشه، شیش ماه باشه، باید مدیریت بشه، از روز اول باید محرومیت زدایی جزء برنامه محوری باشه. یعنی اینا که خدمتتون عرض میکنم جزء همشون محور هستن. زنان و مردان باید از حقوق برابر برخوردار بشن. این که میگم برخوردار بشن، انسان ها باید خودشون بهش عمل کنن. من رعایت بکنم حقوق زنها رو، زنان رعایت بکنن حقوق مردان رو، هر دو در دوستی در کنار هم دیگه و احترام به حقوق هم زندگی کنیم. اما این نافیه این نمیشه که قوانینی که در کشور وجود داره که در 100 سال گذشته نوشته شده و هی به هم اضافه شده و تبعیض مخصوصا نسبت به زنان در اونجا هست، این تبعیضها از روز اول باید برداشته بشه. یعنی که در دوران گذار یک سری قضات حقوقدانی هستن که اینها مسئولیت پیدا میکنن. در این مسئولیت خودشون چه نوع قوانینی هست که نافی حقوق زن هست مثلا، یا واقعیتش هم در این بخش باید بیشتر کار بشه که این قوانین باید برداشته بشه، کنارش قوانینی گذاشته بشه که تناسب دارد با حقوق انسان. چیزی که باید از روز اول برداشته بشه مجازات اعدام و شکنجه هست در هر نوع خودش، در هر نوع خودش. یعنی یه افسری بگه نه آقا خیلی طول میکشه تا ما بفهمیم این چی میخواد، بگی من فعلا یه 3 ساعتی منو تنها با این بذاری تا من بتون نشون بدم. پدر من تعریف کرد که یه دزدی خانه ما رو زد، تو لحظه‌ای که داشتن بارا رو از خونه میبردن بیرون، ما بیرون بودیم رسیدیم، دزده رو گرفتم، منو کشید رو زمین، با موتور فرار کردن، مالم برده بودن. رفتیم به پلیس شکایت کردیم، پلیس گفت که پیداشو میکنم، شما ناراحت نباش. یه 2-3 هفته بعد به من زنگ زد که بیا دوز شما رو گرفتیم. رفتیم اونجا و دیدیم چند تا جوون گرفتن اون دوز رو هم که من شناختمش، شما من چش تو چش بودیم، دست به یقه شد، یعنی منو گرفت کشید زد زمین و خونینم کرد و فرار کرد. گفت این همونه؟ گفتم بله این همون آقاست. گفت شما ناراحت نباشید، اول یه نیم ساعت اینجا بشین من دل تو رو حال بیارم. گفت شروع کرد با مشت و لگد آنچنان این جوون رو زد، پریدم مچاشو گرفتم، گفتم آقا از سر مالم گذاشت. یه آدمه تو کشتیش اینا، این دزدی کرده که بنا نیست که تو فکش خورد کنی، پر از خونش کنی، اصلا من طاقت دیدن اینا ندارم، این مثل بچه من نمونه که به راه خطا رفته. از بنابراین اون خشونت از هر نوعش، کلامیش، غیر کلامیش و مجازات اعدام باید در آن برداشته بشه و باید نظارت بشه، اینکه یه قوه برای خودش درست نشه که بگه من این کار رو انجام میدم. چهار تا قوه که خدمتون عرض کردم، از روز اولی که این جمهوری اسلامی برداشته میشود و مردم اون رو برمیدارن و ما در ایران یک دموکراسی ممکن میکنیم که حالا اسمشو بذاریم مثلا جمهوری ایران، در اونجا این 4 قوه از بنیاد دینی و ایدئولوژیک باید آزاد باشه. یعنی قوانین اساسی به گونه‌ای باید نوشته بشه که در اونجا نه دین نه ایدئولوژی نقش نداشته باشه، هرچه هست حقوق باشه. و اون 4 قوه در خدمت مردم و طبیعت عمل بکنن به حقوق، مدافع حقوق بشن. ببینه چه نقش اساسی تو تغییر میکنه. در حال حاضر این نیروها ساخته شده اند که دفاع بکنن از قدرت حاکم در مقابل مردم. شما وقتی میرید پیش، دو نوع روش هست، میگن شما وقتی میرید پیش یک نفری که کارمنده، شما به عنوان کسی میروید که مالک و صاحب هستید از وطن، او کارمنده باید به کار شما رسیدگی کنه، او پاسخگو باید باشه. در ایران هنوز به سبک مثلا 200 سال پیش عمل میشه که هر کسی میرفت پیش یه کارمندی، او مالک بود و مردم با عنوان رعیت باید ازش خواهش کنن تو رو خدا کار ما را بنداز، والا ما موندیم گیر کردیم،
شما تو آلمان که میرید این رابطه نیست، میرید میگید من این مشکلم این شکلیه، به شما اطلاعات میده، بعد بر اساس اون اطلاعات یا همون روز کارتون انجام میده یا اگر رفتید اون اطلاعات رو کامل کردید میاد کارتون انجام میده، او در خدمت شماست. در ایران هنوز نیست. چرا؟ چون رابطه قدرت هست، رابطه خشونت هست و کارمند حقوق خود رو از دولت میگیره، دولتی که وابستگی مالیاتی هم حتی به مردم نداره، نفت میفروشد و معادن و دلار رو میگیره به هر قیمتی میخواد ببره بالا و حاکم است بر ملت. این رابطه باید تغییر کنه. موقعی تغییر میکنه که قانون اساسی بهش اجازه نده محوری به نام قدرت دینی و ایدئولوژی درش وجود نداشته باشه. در هیچ دین و هیچ مرامی از فردای فروپاشی این نظام در حقیقت رسمیت نداره. دین رسمی نداریم، فقه رسمی نداریم. میتونن اکثریت جامعه هم حتی یک دینی رو داشته باشن یا یک ایدئولوژی داشته باشن، رسمیت نداره. چه رسمیت نداره؟ به مجردی که رسمیت دادید به هر ایدئولوژی و هر دینی، یه ده میشن متولی اون ایدئولوژی یا دین یا اون نهاد یا اون شخص، اگه شخص کردیم محور، و از فردا استبداد جدید رو حاکم میکنه. به همین سادگی این ممکن میشه. انتخاب هایی که حالا افرادی که دارای یک مقام دینی هستن، ایدئولوژیک هستن، انتصاب دارن من پسر کیه بودم، دختر فلانی هستم، اینا حق ویژه‌ای ندارند. حقوقشون در حقوق ما با هم برابریم. میتونه دوتا استاد دانشگاه از لحاظ علمی برتری داشته باشه بر شاگردی خودش، ولی این برتری باعث نمیشه که زور بگه به شاگرد. نه، یه معنویتی است، علم بیشتری داره. همونطور که یه نانوا میتواند نان بپزه که من نمیتونم بپزم، او به خاطر که نان میپزه برتری بر من نداره. نه، اونجا کالا در مقابل پول هست که رد و بدل میشه. از لحاظ حقوقی ما با همدیگه برابری داریم. انتخاب ها، این اصل بسیار مهمی است، موروثی نیستن. اساس دانش هست و توانایی. دانش و توانایی. فراموش نکنیم که از لحاظ یادآوری میگم خدمت شما، در اول انقلاب هم ما یه دعوای این شکلی داشتیم. مسئله توانایی بود و تقوا. آقای خمینی اعتقاد داشت که آن کسانی خوب هستند که تقوا داشته باشند. یعنی چه تقوا داشته؟ یعنی ذوب در ولایت باشند. در مقابلش یه عده‌ای در دوران اول ریاست جمهوری مخالف این بودن، گفتن هر کسی متخصص است با هر عقیده و مرامی باید بیاید به خاطر تخصصش وطن رو بسازه. و این دعوا به اونجای کشیده شد که کودتا شد و بعد از اون هر کسی که موافق حزب جمهوری و آقای خمینی نبود رو حذف کردن. ببینید، هیچ کسی، چه دولت خارجی باشه، چه یک شخصی در داخل باشه، چه حزبی باشه، شریک حق حاکمیت مردم نیست. این یک اصل اساسی است، از حقوقی است که باید عمل بشه. خب این میگه اصل استقلال است در کل جامعه. استقلال که میدونیم که از حقوقی که انسان ها دارن، در کنار آزادی که باز حقی از حقوقه. هیچ کشوری هم شریک حاکمیت مردم ایران نیست. به مجردی که پاروا کردی گفتی آقای فلان کشور، مثلا آمریکا است، انگلیس است، فرانسه یا هر کی دیگه، شما میتوانی در کشور ما بیایی و کمک ما ملت بکنی تا آقای فلان یا خانم فلان به قدرت برسه، یعنی استقلال کشور رو از دست دادیم و اون میاد برای ما هم آزادی هامون رو از بین میبره، تعیین تکلیف میکنه، هم استقلال ما رو خدشه‌دار میکنه. و بر اصل آزادی هیچ فردی شریک حق حاکمیت ملت نیست. شهروندان هستند که حق حاکمیت در یک کشور رو دارند و به صفت جمعی باید کشور رو اداره بکنند. در حال حاضر امکانات تکنولوژی
هنوز به اون حد نیست که اجازه بده. جهان در طرف این هست که این کارو اگر بشود بکنه، و اونه که مستقیما شهروندان از حق حاکمیت خود برخوردار بشن، اما تا اون زمان در انتخابات نمایندگان خود رو انتخاب میکنن که اونها در مجلس میروند و دفاع میکنن از حقوق مردم، کاری که مثلا نماینده زاهدان کرد، گفت من اینقدر شما جنایت کردید نمیخوام این میز و صندلی رو، استفاده. اما خب بقیهشون حکم صادر کردن که هر کسی اگر اینها که فساد میکنن یا در حقیقت اعتراضات میکنن، اینها رو بهشون حکم قصاص بدن. از چه بابا؟ چه کردن که حکم قصاص بدن؟ خب این از رؤوسی بود که خدمتون عرض کردم. البته موارد دیگری هم هست. در فردای تحول آنچه که بسیار مهمه اینه که آنچه برای ماندگاری قدرت ساخته شده که اینها استبداد بر روی اون شکل گرفته، تمام اینها باید از بین بروند. نه با خشونت و تغییر ساختار میدیم. مثلا سپاه پاسداران داریم ما، یه ارتش، یه دونه ارتش هر کشوری، تازه خیلی کشورها ارتشای خودشون رو دارن مرخص میکنن، چون بودجه بسیار عظیمی رو به خودش اختصاص میده و کارایی آنچنانی نداره غیر از این که باید حفاظت بکنند از وطن در درجه اول، البته کارهای دیگه هم میتونه انجام بده. اینها باید با هم ادغام بشوند. بسیج به همین ترتیب، بسیج ساخته شده برای اینکه نگهبان ولایت فقیه باشه در کشور، نیازی به اون نیست. بنیادهای ششگانه که از بنیاد مستضعفین هست و غیره، اینها 15 تا وزارتخونه تا اونجایی که من راجبش چندین مقاله نوشتم و مطالعه کردم دارن. خب اینها بخش‌های مختلف، این مثلا بخش کشاورزیش به نظر من باید ادغام بشه در وزارت کشاورزی و اونجا نظارت بشه. اما اگر مستقل هم بماند باید شفاف باشه. در حال حاضر زیر نظر دفتر رهبری کار میکنه، یعنی هر چقدر درآمد داشته باشه میده به دفتر رهبری، هر چقدر هم بدهکاری بیاره دولت باید تاوانشو بده، یعنی ملت ایران باید تاوان بده. اینها باید تغییر ساختار پیدا بکنه و بسیاری از موارد این چنین نیست که در حال حاضر، الان وقت جلسه ما نیست، اینها مواردی بود که برای این شفافیت بدونیم در آینده وطن باید به چه چیزهایی توجه بکنیم. اگر غیر از اینها خواست عمل بشه، یعنی یه عده دوست دارن که بیان از نو به یه شکل دیگه، حالا بالاخره حاکم میشیم، بعدش تهش هم میگن که این ملت ما هنوز به اون بلوغ سیاسی نرسیدن. اگر مردم بلوغ سیاسی نداشتن نمی آمدن بیش از 60 روز با یک همچین استبدادی برخورد کنن. یک، 3 روز اعتصابات عمومی در کل کشور شده در اکثر شهرها. من نمیدونستم، جدیداً با یک نفر در شمال ایران صحبت کردم و گفت در این 3 روز من خودم رفتم اسم شهرها رو گفت به من، گفت تمام اینها مغازه رو بسته بودن ولی هیچ کس راجبش گزارش نمیده، هیچ کس میگفت گزارش نمیده. من میگفت هر جایی که اگر یه مغازه‌ای که این خیلی با رژیم ساخت و باخت داشت این مغازه‌شو باز کرده بود، یا رفتن مردم بهش گفتن ببند یا شیشه‌ش شکستن یا اعتراض این، ولی گفت من ندیدم که آتش بزنن خراب کنن. اینها نبوده. بسیار عالی جناب آقای گلزار. 2 نفر از همکاران سوال دارن، اگر اجازه میدید سوال. من خواستم در حقیقت جمله پایانی من بود، بفرمایید، خواهش میکنم، که در حقیقت مردم خواهان تغییرات اساسی هستن و باید این تغییرات اساسی در کشور ممکن بشه. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای حمزه زاد بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران، همچنین مهمان عزیزمون جناب آقای گلزار. جناب آقای گلزار، من یه سوال داشتم در واقع در همین بس که خودتون گفتین، اینکه جامعه ایران آیا آمادگی دموکراسی رو داره یا نه. می‌خواستم ببینم که شما الان فرمودین که هیچ دینی رسمیت نداشته باشه توی ایران توی این قانون جدیدی که ما میگیم. بله. اگر مردم اومدن توی صندوق رأی و گفتن که ما می‌خوایم یه دینی به عنوان رسمی داشته باشیم و با این نظر مخالف بودن، خب همونطور که میدونید نسل خاکستری، قدیمی ها و یه سری ها که حالا ما داریم توی شهرهای میبینیم، خیلی از دوستان هستن توی مناطق محروم و حتی مناطقهایی هستن که واقعا مذهبی هستن،
تعدادشون هم کم نیست و اگر این آدما بیان مثلا اینو به عنوان مثال گفتم بیان بگن که ما میخوایم این اتفاق بیفته و ما میخوایم یه دین رسمی داشته باشیم یا تو خیلی از مسائل دیگه، اون موقع چه پیشنهادیه؟ یعنی شما وقتی با مواجه بشید با این قضیه که یه عده کثیری از مردم ایران بخوان یکی از این مواردی که شما گفتین و حالا یه جور دیگه شو داشته باشن، بله، چه اتفاقی میفته؟ ممنون میشم جواب بدید. خدمتتون عرض کنم که آیا آمادگی دموکراسی رو دارم؟ ببینید، مثل این میمونه که کسی مریض باشه، بعد بپرسیم که آیا اصلا این آمادگی داره که آدم سالمی بشه یا نه. اینکه انسان در سلامت زندگی کنه حقشه، اینکه عمل بکنه به مواردی که مریض نشه وظیفش. مثلا من صبح تا شب بیفتم رو تخت اصلا بلند نشم، خب مطالعه هم نکنم، غذاهای چرب و فلان، خب مریض میشم، که طبیعیه که میفتم مریض میشم. وظیفه هم اینه که عمل بکنم به اون اصول. اما جامعه، هر جامعه حق داره در دموکراسی زندگی کنه، به میزانی که عمل میکنه با حقوق خودش به این دموکراسی نزدیک میشه. اما وقتی شما یک شرایطی رو فراهم میکنی، اون شرایط باعث میشه که رشد حرکت به دموکراسی بیشتر بشه. مثل اینکه مثلا من و شما بخوایم بریم یه رشته مثلا مکانیک بخونیم، من خودم مکانیک خوندم، بعد بگیم روز اول نه، ما رشته مکانیک رو نمیتونیم بخونیم، میتونیم بریم بخونیم بعد از چند سال. اون دانشگاهه به من و شما امکان میده و اون اساتید که این علم رو یاد بگیریم. خب اگه نریم که خودمون میتونیم یاد بگیریم، خیلی زمان میبره، بیشتر زمان میبره. حالا این جامعه ما نیاز به دموکراسی داره، اما خب باید بره تو دانشگاهی که دلش میخواد برای دموکراسی زندگی کنه، یعنی محیط رو فراهم کنه. فعلا در حال این کاره. اما اون سوالی که شما کردی، بگیریم جامعه ایران همه برن پاس صندوق رأی دین که هیچ، بگن ما یه حکومت فاشیست میخوان مثل الان تو ایتالیا، چه اتفاقی میفته؟ اکثریت جامعه ایتالیایی رفتن یک دولت فاشیست رو انتخاب کردن و اون الان فاشیست ها اومدن. حالا همه اروپا ناراحتن که ای بابا فاشیست ها به قدرت رسیدن. در فرانسه خانم لوپن اومد در دوره آخر انتخابات، اونم ذهنیت کاملا دست راستی فاشیستی داره، ولی نتونست انتخابات قبول بشه. یعنی جامعه فرانسوی با اینکه یک اکثریت ولی یه اقلیت بالایی به او رأی داده بودن، نتونست انتخاب بشه. پس اگر ملت ایران فردا بیاین بگوین که ما هیچ دینی نمیخوان، با اون حقشونه که هر دینی میخوان داشته، در قانون اساسی فرق میکنه. تو قانون اساسی اگه بگن از اصول ما اینه که این دین یا این مرام بیاد اکثریت بخوام به او رأی بدن، خب میره اون درش قرار میگیره. اکثریت گفتن خب معلوم بر اساس رأی اکثریت عمل بشه. زوری نیست که بگیم که دین و مرام، ما میگیم دین و مرام داشته باشید. هر کسی هر الان ما اینجا تعدادی که توی اتاق هستیم هممون دارای مرام های مختلف هستیم، دعوا با هم داریم؟ نه، برای اینکه اساسمون رو گذاشتیم رعایت حق همدیگه، دعوا نداریم، در کانون همه با همدیگه داریم کنار هم زندگی میکنم. کسی هم، من خودم شخصا هیچ وقت از کسی نمیپرسم دین شما چیه، مرام شما چیه، نمیپرسم، هیچ وقت نپرسیدم. چند مورد شده که تو محیط کار من خود اونا آمدن گفتم من دارای چه نوع مرامی هستم، گفتم لازم نیست برای من شما توضیح بده، گفتم نه من دوست دارم خودم رو بیان کنم. خب خودشو بیان کن. اما آیا رو من تأثیر میذاره که مثلا بگه من شیعه هستم، سنی هستم، کتاب کیه خوندم، نخوندم؟ نه، اون عقیدهشه، میتونه داشته باشه. اما اگر که جامعه گفتن ما یه اکثریتی داریم که میخواهیم دین، ببینید دین که خودش جا نمیگیره که، بنیادهای دینی میان نقش پیدا میکنن. لایسیته اینه که هر کسی هر مرامی داره داشته باشه، اما این بنیادهای دینی حق ندارن دخالت در امور کشور کنن. و درست هم میگن، حق ندارن دخالت کنن. یعنی اینم که یه چیزی نیست که جدید پیدا شده، تجربه بشره. 8 قرن کلیسا حاکم بوده، مردم دیگه دیوانه شدن نه دست کلیسا در همه امورشون دخالت داشته، در همه امور.
از بچه دار شدن تا مردن در همه امور دخالت مستقیم داشته. حالا تازه ما هنوز حوزه های ما اینقدر دخالت نمی کنن و این بلا سر ماست. اونها حتی گربه سیاه داشتی که شما با شیطان در رابطه بودی، خانواده رو میگرفتن اعدام میکردن. 8 قرن این بلا سر این وطن رو بردن، رسیدن به این که آقا این بنیادها رو جدا کنیم. هنوز هم که هنوز جدا کردن، شما نگاه کنید در آلمان حقوق هر کی میگیره یه درصدش میره به حساب کلیسا، کلیسا سهم داره از حقوق مردم، نتونستن این رابطه رو قطع کنن. در کشورهای دیگه هم که میگن این مالیات رو نمیدیم، باز هم نقش دارن در روابط قدرت، یعنی ملاحظه میکنن. این ملاحظه نه برای دین، هم ایدئولوژی از بین بره. این پیشنهادی است که ما قانون اساسی تدوین کردیم بر اساس حقوق، که من یک شمه خیلی کوچیکش رو برای شما توضیح دادم. اما خب اگه جامعه گفت نه ما فردا میخوام یه استبداد نوعی سر کار بیاریم، متاسفیم، باید دو مرتبه ما بریم یه 40 سال هم با اون سر و کله بزنیم و هی بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم تا جامعه بگه که دیگه بسمون، از دست این هم میخوام نجات پیدا کنیم بریم سراغ یه روش دیگه. بله، اون که میگه شهرهایی هستن که دین و مرام دارن، خود داشته باشن، کسی که مزاحمشون نیست که. مثلا بهایی هستن یه ده، خب باشن. شیعه هستن، سنی هستن، میخوام برن مسجد خودشونو بسازن، حسینیشونو بسازن، خب داشته باشن، کسی مزاحمشون نیست که. میخوان تبلیغ کنن، حقشونه. مارکسیست هستن، فاشیست هستن، حق داره بره تبلیغ کنه نظرشو، حق نداره بر اساس اون نظر بر بقیه سلطه برقرار کنه. اینا با هم تفاوت داره. بفرمایید آقای سامانی، امیدوارم پاسخ شما رو داده باشه. صدای شما قابل شنیدن نیست. مایک براتون آزاد آقای سامانی. میکروفونتون هنوز باز نیست. آقای سامانی میکروفونتون رو لطفا باز کنید. اگر باز نمیشه میتونید یه دفعه برید بیرون و برگردید. اون پیامی که براتون میاد بله باید اوکیش کنید. اجازه بدید. اگر اجازه بدید آقای طایف شما رو میشنویم. بله ممنونم. درود به همه دوستان و مهمان عزیز جناب گلزار. جناب گلزار یه مثال خوبی زدیم، چون من کارم کلن از بچگی فروشندگی بوده، تو کار فروش هم این که گفتین مشتری میاد و شما میخواین چیز رو بفروشین، من کاملا اینو درک میکنم که مشتری که میومد جنسی که داشتم به طوری که دلم میخواست، چون حرفم بود هر طوری دلم میخواست میفروختم. مشتری که اومده بود مثلا یه دونه مداد بخره، من به جاش پاکون واسش میفروختم. مثلا قصد نداشت بخره ها، ولی خب یه طوری باش کار میکردم که یه چیز دیگه میفروختم، نمیذاشتم دست خالی بره. الان سوال من اینه که من اینکه مثلا یه دهه 60 ام، حالا تاریخو خوندیم شنیدیم همه چی اطلاعات داریم، من چطور میتونم به، حالا خود شما رو مثال بزنم که کسی، من چطور میتونم به جناب آقای گلزار اعتماد کنم و بهشون رأی بدم که بیان و این مملکت رو در دست بگیرن؟ من که کسی رو نمیشناسم. حالا بیرون اپوزیسیون داریم، داخل نابغه ها داریم، تو زندان خیلی ها رو داریم، دقیقا مثل زمان آقای خاتمی و نمیدونم احمد نژاد که خیلی ها نمیشناختن. حالا یه دفعه یکی اومد بالا گفتن آقا نه این دیگه آخوند خوبیه، بیاین به این رأی. درست. ما نسل جوان چطوری میتونیم اعتماد کنیم یا به شما یا به آقای ایکس یا به آقای ایگر که آقا رأی بدیم بله ایشون یه دموکراسی رو، چون الان مثلا خیلی ها میگن آقای رضا پهلوی میگن نه باباش استبدادی بود بهش رأی ندید، خیلی ها میگن فلانی نه اونم مال دوستای آخوند است، ما به کی اعتماد کنیم؟ اعتماد رو میخوام از شما بپرسم. مرسی.
سوال درستیه، این که به چه کسی اعتماد کنیم برای منم هست، من به کی اعتماد کنم، به کی اعتماد کنم باش همکاری کنم، یه سوال اساسی. حالا ما دو شب پیش یه جلسه بود که دو تا سه تا حزب مختلف در خارج کشور و یک دو نفر از داخل کشور اومده بودن، اینها بیان میکردن که چه راه حل و برنامه دارن. من اولین سوالم که برنامه شون چیه، دو اینکه اینا چه نوع آدم هایی هستن، گذشته شون چیه. یه روز بچه بودم 10-11 سالم بود، مادرم فرستاد که برو یه هندونه بخره بیا. وقتی رفتم هندونه رو بخرم، یه دونه از این ساکای پلاستیکی، اون موقع نمیدونم الان هنوزم استفاده میشه یا نه، دستم بود رفته بودم برای خریدن، این هندونه رو که خواست بده با کارت زد قاچش کرد. تا اومدم بگم نه نکن این کارو، پارش کرد، گفت نه من به شرط کارت میدم. اینا هندونه گرفت جلو من، قرمز قرمز، خب اینو گذاشت داخل زنبیل و من گذاشتم سرشونم که برگردم، این آب هندونه رو ریخت از بالا تا پاچه من شد خیس. اما یه چیزی که هست، اون هندونه رو اون به شرط کارت فروخت، یعنی گفت هندونه ای بد میدم که قرمز قرمزه، یعنی اگر نبود قرمز من حق انتخاب داشت. حالا با کسانی که ادعا میکنن باید طرح داشته باشن، برنامه داشته باشن، گذشته داشته باشن، یعنی گذشته کاری داشته باشن. تو هوا نمیشه که گفت که آقا من تا به حال هیچ کس نبودم ولی الان هستم. مثلا آقای رضای پهلوی برنامه‌اش چیه؟ خب برنامه به لغت نیست، شما خودتون فروشنده بودید، برای فروش اجناستون خرید میکردید، آیا به هر کسی اعتماد میکردید؟ به هر حرفی اعتماد میکردید؟ نه، تا براتون کاملا شفاف نمیشد نمیخریدید. اگر نکردید این کار رو اشتباه کرد در روش، در روش مدیریت خرید و فروش باید اعتماد کامل پیدا میکرد، وگرنه در درجه بعدم آدم ما باید علمشون رو برن بالا. یا اون کسانی که در جامعه دارای علم هستن که وجدان علمی رو اونا حمل کنن باید اطلاع رسانی کنن، اما خب وظیفه هر انسان هم هست که اطلاع پیدا کنه. یکی از سوالات اساسی برای جامعه ما اینه که به کی اعتماد کنه. خب کسی که برنامه نداره، طرح نداره، چند تا کلمه و واژه رو تکرار میکنه ولی چند تا رسانه 24 ساعت ازش پشتیبانی میکنن، و باید آدم خیلی هوشیار باشه که دروغ میگن یا راست میگن. به چه دلیل رسانه هایی که پولشون رو از عربستان سعودی میگیرن و میلیونی میلیون ها سرمایه در اختیارشون هست، از لحاظ سیاسی فقط باید روی نفس سرمایه گذاره. یه سوال اساسی دارم واسه خودش بپرسم، چه نیازی داره اون در منطقه؟ چون در منطقه که ما هستیم خاورمیانه، سه تا کشور ادعای قدرت داشتن، یکی مصر بوده، یکی عربستان سعودی بوده، یکی ایران، البته ترکیه هم خودش یه قدرتی بوده در منطقه، الان هم هست. مصر اون قدرت دیگه نداره، ایران سعی میکنه یه قدرت منطقه‌ای باشه، ترکیه سعی میکنه غیر از منطقه‌ای جهانی هم عمل کنه، خیلی کار را جهانی عمل میکنه. مثلا سر انتقال مواد غذایی از اوکراین به دنیا مدیریت چه مثلا ترکیه گرفته، در مسئله بازار مشترک مثلا یه نقشی داره، در ناتو عضو هست نقش داره، ایران مثلا اینا رو نداره، ولی عربستان سعودی میخواد اون بازی قدرت رو در منطقه بکنه. به خاطر همین هم آمریکا اون رئیس جمهورش که رفت در آمریکا، در اونجا 150 میلیارد اینا قرارداد بستن اسلحه بخرن. برای چی بخواد اسلحه بخره؟ چه نیازی داره؟ میخواد در منطقه بگه من صاحب قدرت هستم. با کی عرض اندام کنه؟ با ایران. با ایران هم اشتباه میکنه که تو این بازی رفته سرمایه های بسیاری رو خرج کنه برای کاری که حاصل نداره. میتونست خرج اقتصاد کشور بکنه. حالا ما یک کشور توسعه یافته سطح بالا بودیم. اما مسئله اینه که عربستان سعودی پول میده برای تلویزیون اینترنشنال که یه سری اخبار و برنامه و تحلیل اینها رو به گونه ای که سیاست عربستان سعودی خواهانه به اصطلاح تولید بشه، نه کاملا شفاف ولی غیر شفاف این کار رو انجام میده.
همونطور که وایس آف آمریکا سیاست‌های آمریکا رو دنبال می‌کنه، بی بی سی سیاست‌های انگلیس رو دنبال، اصلا سیاست این برنامه‌ها بر این اساس بوده. قبلا هم چین موقع کمونیستی خیلی بالا بود، اونها هم انواع و اقسام رادیوها داشتن، موقع فصل تلویزیون نبود، که به دنیا ایدئولوژی‌های خودشون رو انتقال می‌خواستن بدن. حالا میایم سر این که اعتماد بکنیم، به چه کسی اعتماد بکنیم؟ این آدم باید ببینیم برنامه‌ش چیه، طرحش چیه، آدم‌هایی که باش همکاری می‌کنن چه کسانی هستن و گذشته‌ش چیه. این گذشته خیلی مهمه، نمیشه از گذشته آدم‌ها گذشت گفت نه این خب حالا یه موقع خیلی جنایت کرده، حالا آدم خوبی. مثلا اصلاح طلبان، الان تو ایران هیچ کس دیگه اصلاح طلبان رو قبول نداره. هیچ کس که میگم یعنی اکثریتی در جامعه، میگه آقا 20 و چند سال هر چی به ما گفتی دروغه. حالا هم که وضع کشور اینطور شده هیچ گونه دفاعی از ما نمیکنه. واقعیتش هیچ دفاعی نمیکنه. جدیدن این کارگزاران اومدن یه نامه نوشتن مفصل به رهبری، اول از همه یه مقدمه طولانی نوشتن که والا ما واقعا خیرخواهیم، ما رو نگیرید یه موقع به زندان بندازید. حرفشون اساس حرفشون اینه، از وحشتی که دارن و میگن باید صدای مردم رو یه مقدار شنید، اگه نشنید خیلی بد میشه و فلان میشه. در چارچوب این قدرت نگاه میکنه، نه در چارچوب آزادی ها مردم. پس بنابراین الان آقای خاتمی فردا بیاد بگه ملت من با شما هستم، حرفش گوش نخواهند داد. چون آقای خاتمی برای ملت ایران پیام نمیده که این همه کشته شدن، ولی برای کسانی که در شاه چراغ کشته شدن یه دفعه به یاد اونا میافته. چرا این کارو میکنه؟ بقیهشون هم همینطور، سکوت محض است. پس بنابراین اعتماد از بین رفته. مسئله اعتماد در پاکی و صداقت انسان هاست. شما در فروشندگی میتونستید به جای مداد یه پاپکورن بدید؟ خوبه میکنن، میگن که هی توضیح میدن نه اینم خوبه اگه نبخرید اینطور، آیا ندارید تو خونتون؟ ندارید. و طرف فکر میکنه، اما اگه شما 10 دفعه سر مردم کلا بذارید، دفعه 11 کسی حاضر نیست بهتون مغازه شما، بعد همه به هم میگن این آدم کلاورداره. اما اگه شما با مهربانی، دوستی، فلان، صداقت با مردم رفتار کنید، آدم از 2 کیلومتر مرتبه میگه آقا بلند شو برو پیش من، آدم بسیار خوبیه، بسیار مؤدب، مهربان، اطلاعات خوب بهت میده. خب میان فقط به خاطر این اعتماد میکنن به شما، به اطلاعات شما، به برخورد شما. اینه که آدم خیلی مهمه براش که با کیا برخورد میکنه، برنامهشون چیه، گذشتهشون چیه. سپاس از شما خانم رضاوند، بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان، خوش آمد میگم خدمت جناب آقای گلزار. من اول یه سوال دارم از خدمت آقای گلزار، بعد دارم میخواد در ارتباط با جناب سوال آقای طائف هم یه نظری رو ارائه بدم. آقای گلزار شما درست میفرمایید الان بالاخره رهبر فعلی که وجود داره مردم رو تحقیر کرد، به جای اینکه صدای انقلاب مردم رو بشناسه و راهی براش بذاره، عملا اومد گفت همینی که هست باید این توسری رو بخورید، وگرنه ما هم خسته نمیشیم از این کشتار، ادامه بزنید و بزنیم، یعنی بمونید. این اشتباه شد از طرف ملت ما بوده، از خود ما بوده. کجای کارمون اشتباه بود که اینقدر وقاحت اومده تو رود، چشم در چشم ما میکشه، در واقع این قنچه های ما رو، درد ما بیشتر هم اینه که قنچه های ما رو میکشه و خیلی قشنگ در واقع بهمون پوزخند هم میزنه. این مورد رو من می‌خواستم بخاطر این میگم که مطمئناً انقلاب پیروز میشه، که این اشتباه دوباره تکرار نکنه، تجربه‌ای بشه برامون. درست. در ارتباط با جناب آقای طائف میخوام بگم صحبت‌های آقای گلزار کاملاً درست هستش، اما به نظر من هرگز اعتماد نکن به هیچ کس، چون قدرت شیرینه. قدرت انقدر شیرینه هر کسی رو میتونه دچار فساد بکنه. نمیگم همه هستن، اما این امکانش وجود داره، زمینه هست. حالا یه شخص میتونه خیلی قوی باشه، انقدر خوب باشه موقعیت که این کارو نکنه. اما وقتی که زمانی من میگم به چه کسی من میتونم اعتماد کنم که بخوام یه شاه بیارم یا یه رهبری، یه خمینی بخوام بیارم به کار، اون موقع میگم میتونم به این اعتماد کنم. ولی وقتی احزاب باشن، همدیگر رو انتخاب بکنن و همدیگر رو کنترل بکنن، همونطور که تو کشورهای دیگه هست، و با هم رقابت کنن، سریع همدیگر رو زیر سوال ببرن و مردم رو آگاه کنند،
و من بلافاصله بتونم این عمل رو نشون بدم، اون موقع است دیگه خود به خود شما اونها متوجه میشن که نمیتونن حرکتی بکنن، تا خلافی بکنه بلافاصله رو میشه، همطور کشورهای دیگه تا یه سوء استفاده مالی میکنه بلافاصله رو میشه، تا یه کار غیر اخلاقی میکنه بلافاصله رو میشه، سریع مجبور به استعفا میشه. زمانی من میتونم بگم کی میتونم اعتماد کنم که یک نفر رو دوباره بخوام بالا علم بکنم. درست. ممنونم، من مایک رو رها میکنم. خیلی خوشحالم خانم رضاوند که صدای شما رو میشنوم و شما هم در اتاق هستید. مدت ها بود صدای شما رو من نشنیده بودم. خیلی خوشحالم. بله، این که گفتید درسته، اگر که حالا اون پیشنهادی هم که ما کردیم بر همین منواله که توی این قانون اساسی نه شخصی، نه حزبی، نه دینی، نه مرامی حاکم بر جامعه نیست. حقوق به صلاح همه از حقوق برابر برخوردار میشه، اما برای اینکه از حق شهروندی برخوردار بشیم میشه رفت نهادها رو یک کسی به ثبت رسونه فعال بشه، مثل الان همین انجمنی که یا این که ما داریم به عنوان کانون دفاع از حقوق بشر به ثبت رسونه بذاری فعال بشه، انتقاد بکنی، ایراد بکنی، اطلاعات رسانی کنی، تدریس کنی، همه کار دوش بکنی. بعد میشه رفت حزب زد، حزبها برنامه خودشونو میدن، پیشنهادات خودشونو میکنن، جامعه در انتخابات نظرها رو انتخاب میکنه، واقعیتش اینه، نه افراد رو، بر اساس اون نظر بعد میگه چه کسی میخواد اون نظر رو مدیریت کنه، اعتماد میکنه به اون شخص، اعتماد بکنم یا نکنم. مثلا حزب چپها در آلمان برنامه‌های خیلی خوبی دارن، من اگر که بخوام رأی بدم در آلمان به حزب چپها خیلی بیشتر نزدیکم تا حتی تا حزب سبزهای آلمان، اما آدم هایی که دارن که میخوان مدیریت کنن سازگار نیست با اون نظراتی که نوشتن و ارائه دادن. این دوتا با همدیگه یه مجموعه است، نمیشه همینطوری گفت بله انشالله گربه است حالا بیاد ببینیم چی میکن. اما اگر مردم هم اشتباه کردن 4 ساله دیگه بهش رأی نمیدن. یک دوم این که یه مجلسی هست که از نمایندگان مردم اونجا هستن که اونها میتونن استیضاء بکنن، میگه آقا شما برنامه اینو میخواستی پیش ببری، یعنی چه که پیش نمیبری؟ مثلا آقای روحانی یا رئیسی اینا هم باید وضع اقتصاد مملکت درست کنه، میگه احمدی نژاد خراب کرده بوده، طرح و برنامه هم نداره، آقا کلی گفته، خیلی هم تبلیغ کرده اینها میخواهن اقتصاد رو متحول کنن. نگاه میکنه تو دوره روحانی حجم پول در گردش رو 7.5 برابر کرده، یعنی فاجعه اقتصادی. رابطه بین تولید و مصرف اصلا رابطه نیست، هی باید از خارج جنس وارد کنن، از خارج به جنس وارد کنن. میشه مثل دوره خاتمی که گفت که نگران نباشید، ما در انبارهای خود برای 4 هفته دیگه مواد غذایی داریم. مردم در کشورها میرن برای 1 سال پیش بینی میکنن، ایشون میگه که نه ما مثلا برای 4 هفته داریم، و اگه نتونستی کالا وارد کنه چی؟ اگه زدن بندرتو خراب کردن، یه دفعه در یه جنگی منطقه ساختن که تو اصلا یه ملت در گرسنگی خواهن مرد. اینها خیلی مهمه که به اصطلاح احزاب نقش دارن و آزاد باید باشن، همونطور که مطبوعات نقش دارن و باید آزاد باشن، همینطور که تحلیلگران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید بتوانن در آزادی نظرات خودشونو بدن. بعد ترکیب همه این روابط باعث میشه که حزبام هر کاری دلشون بخواد نتونن بکنن و مردم با کسب اطلاعات بهتر بتونن یک حزبی رو انتخاب کنن. همونطور که مثلا فکرش بکنید در آلمان چه اتفاقی میفته. خانم مثلا به خانم مرکل 4 دوره بهش اعتماد کرد. خب اعتماد خیلی بالایی بوده که بهش کردم، اما خب بر کارش هم خوب انجام داده. شاید بعضی قسمتاش باب میل من نباشه، ولی در کلیت اقتصادی اجتماعی که نگاه میکنیم خیلی کارش خوب انجام داده. در تمام دوره هم که بوده با هیچ کس دعوا نکرده، به هیچ کس توهین نکرده، هیچ کس رو تحقیر نکرده، خیلی هم ساده زندگی کرده. این صدر اعظم جدیدم الان همینطوره، یک موازه میگیره که این موازه ساختار سازگار هست با حقوق مردم، یه موزه بگیره ضد حقوق تمام روزنامه ها و رسانه ها چون آزاد اصلا حمله بر میشن بهش.
این مهمه که رسانه ها آزاد باشن، احزاب و گروه ها و نهادها آزاد باشن تا بتوانن به عنوان چشم و گوش جامعه فعال عمل بکنن، کلاس در جامعه نره، یه ده بیان به قدرت برسن. و خانم رضاوند درست میگه، اون موقع بعد میان بیچارمون میکنن دو مرتبه. مگه ما عمرمون چقدره که از من 43 ساله با این استبداد میجنگه برای که یه دموکراسی ممکن بشه؟ حالا برفرض یه استبداد دیگه بیاد چقدر، حالا برفرض عمر ما هم بکشه، مگه این وطن چقدر تحمل داره؟ چقدر تحمل تخریب داره؟ الان یه گزارش من همه امروز خوندم راجع به وضعیت بد هوای کثیف در ایران، وحشتناکه. تعداد شهرها مقدار بیش از حد آلاینده. خب اینا رو 20 سال قبل باید فکرشو میکردم، نکردم. حالا جز به مشکلاتی که در آینده داریم یکیش اینه، 4 میلیون معتاد داریم، یکی مشکلاتمون اینه، بیش از حد قاچاق کالا داریم، مشکل داریم. و همینطور میشه لیست کرد. اینها یک مجموعه است که باید از بیماری اقتصادی اجتماعی به سلامت تحول کنه. بفهمه. سپاس از شما جناب آقای گلزار. حالا شما فرمودید که آقای خاتمی صحبت کردن، واقعا ما چه انتظاری داریم که حالا آقای رئیسی، آقای خاتمی چی بگن؟ تمام کسانی که الان، اکثر کسانی که در رسن، دانش و لیاقت اون پستی که حالا اونجا دارن کار میکنن ندارن، تحصیلات مربوط به اون شغلشون و اون پستشون رو ندارن. امیدواریم که در آینده افراد تحصیل کرده روشن فکر، من که بهشون چیز ندارم که به صلاح بگم من منتظرم که مثلا آقای خاتمی یک کاری بکنه، نه، اینو من ندارم باورو. من از اون دید کسانی میگم که تو این وطن ما 20 و چند سال منتظر بودن اصلاح طلبای یک کاری براشون بکنن. حالا یه عده پیدا شدن میگن که نه، ما با اصلاحات جور در نمیاد. اما میبخشید، این اصلاح طلب ها اومدن گول زدن ملتو و اکثریت جامعه ما منتظر بودن ببینن اینا چی کار میکنن براشون. منتظر بودن، واقعیتش اینه. ولی اینها نمیتونستن قبول کنه جامعه، چون تحت سانسور اینا قرار گرفته بودن، همین اصلاح طلب ها، که ما امکانات اصلاحات رو در کشور ممکن میکنیم، حد اقل ها رو به حد اکثر خواهیم رساند و تحول رو ممکن میکنیم، هزینه کم میدیم، چه میدونم برد بیشتری، از این شعارا دادن مردم هی گولشون رو خوردن. هنوزه افرادی هستن که میگن بهترین گزینه اصلاحات اگر آقای خامنه‌ای یکم کوتاه بیاد. آقای خامنه‌ای امکان نداره کوتاه بیاد، ایشون اختیارات مطلقه داره، اگه خودش هم بخواد بقیه نمیذارن، میکشنش، یکی دیگه رو جاش میذارن که او پایین نیاد. این خاصیت قدرته. بله. خب آقای سامانی، من مایک رو برای شما آزاد میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خدمت همه دوستان و همکاران، خیلی هم ممنون از وقتی که من دادید. من یه سوالی داشتم. ببینید، جامعه ما والا میشه گفت چند صد ساله که به صورت حالا یا پادشاهی، این آخرم که دیگه حالا استبداده، داره حکومت توش انجام میشه. مردم از نظر فرهنگی عادت کردن به یک سیستمی که یک نفر در نهایت حرف آخر را بزنه، حالا چه خوب چه بدش. آیا الان ایران، خود مردم ایران، مردم ما، خود من، آیا از نظر فرهنگی به اونجا رسیدیم که دموکراسی را قبول کنیم؟ خیلی از مسائل مثل حقوق برابر زن و مرد، جدای دین از سیاست و خیلی چیزهای دیگه را خودم قبول کنیم یا نه. ببینید، یک مثالی براتون بزنم. بنده تو جزیره کیش زندگی میکنم. جزیره کیش میشه گفت خیلی جدا از اصلا ایران قوانینش و همه چیزش، نزدیکتر تا کشورهای اروپایی باشه. ولی چطوره؟ ببین، از همه فرهنگا، از همه ملت‌ها اونجا زندگی میکنن. ملت‌ها میان چیکار میکنن؟ مثلا قوانین راهنمای رانندگیش، به خاطر اینکه جرایم سنگینی داره، من مجبور میشم رعایت میکنم. خیلی نه، از همه فرهنگ اونجا هستن، فرهنگ سازی نشده، از روی اجباره. نظر بنده است، چون دارم اونجا زندگی میکنم، افسر راهنمای راننده اگه به من ایست میده پشت چیش بلنگوش بخواد من رو خطاب کنه، میگه لطفاً
من از ماشینم پیاده نمیشم، ایشون میاد چه ماشین من یا من خلاف کردم، احترام نظامی میذاره، مدارک منو میگیره و مثلا جریمه میکنه. اینجا فقط توی این جزیره اتفاق افتاده 20 ساله به خاطر اینکه چی؟ جرایم سنگینی داره، هم برای بنده هم برای همون افسر یا برای دیگران. ولی آیا توی ایران الان میشه به این صورت این فرهنگ سازی را کرد یا مردم آمادگیشو دارن؟ و اگر آمادگیشو نداشته باشن، پس بنابراین دوباره باید یک سری قوانین درست بشه، بل اجبار بخورونیم به مردم، بگیم اینه، پس میریم به سمت دیکتاتوری، حالا به نوعی دیگه‌اش. من بابت این حالا توضیحات می‌خواستم. ممنون، تشکر. خیلی ممنون. بله، اینو این نظری که شما دارید، یعنی که مثال هم میزنید، اولین بار نیست که من شنیدم اینو، به کرات شنیدم که یه عده میگن خب چون جامعه هنوز نرسیده به این حد از تحول، پس بنابراین ما یه دیکتاتور صالح بد نیست داشته باشیم فعلا، این با زور مردم رو بیاره به طرف دموکراسی. نه، دموکراسی زوری نیست که کسی بیاد. شما نگاه کنید، مثلا میگیریم که آلمانی برفرض یاد گرفته باید رعایت قوانین بکنه، چون اینها اصلا جزء فرهنگشون. حالا میرید در کشور مراکش، اگه یه آلمانی در رانندگی میکنه داره رعایت میکنه، یه ایتالیایی جزء فرهنگش نیست که اجتماعی که یادش داده باشن که باید رعایت کنه. به قول شما قوانه سخت اونجا هست، جریمه های بالا، تا میره توی مراکش چون اونجا جلوش بازه شروع میکنه خلاف کردن، از این ور میره. اون دموکراسی یاد گرفتنیست، با زور هم نمیشه، چون تو ایتالیا این زور رو آوردن نتیجه نمیده، به مجردی که فضا باز بشه طرف از شهر وارد ده بشه همه قوانه میذاره زیر پا. ببینه، چون باید ما تحول رو تجربه کنیم، مثل مدرسه رفتن هست، مثل دانشگاه رفتن هست، باید تجربه بکنیم. اگر تجربه نکنیم دیگه میبخشید، حالا بدترین دیکتاتور، اگه دیکتاتور صالح که معنی نداره، نمیشه یک کسی دیکتاتور باشه ولی آدم خوب باشه. دیکتاتور یعنی آدم خشونت طلب، یعنی زورگو. حالا بهترین قوانین هم با زور بیاد بخواد غالب کنه، تو خونه دیگه کسی رعایتش نمیکنه. تو خونه طرف میاد به زن بچهش زور میگه، تو محیط کار زور میگه، اونجا دیگه کسی نیست بالا سرش که بگه چی کار بکنه چی کار نکنه. دموکراسی رو باید آموزش داد، یاد گرفت. اگر آن افسر کارشه و وظیفه‌شه و باید این کار رو بکنه، بلند شه بیاد سلام نظامی بده و بیاد به صلاح جلو در ماشین شما، این رو باید همه ایران عمل کنن بهش. اوست که باید بیاد در خدمت کسی که حالا حتی یه خطایی کرده او رو مخاطب قرار بده، نه عکسش باشه. درست؟ یک لحظه میبخشید، من تنهام، باید یک لحظه برم در خونه رو باز کنم، زنگ میزنم، یه الان برمیگردم. بکنم جناب آقای گلزار تشریف آورد. من اومدم، خیلی عذر میخوام، میبخشید. خواهش میکنم، بفرمایید. بله، خدمتون عرض کنم که من باور به این ندارم که با زور میشه مشکلات حل کرد. من خودم مدیرم، در محیط کارم زور رو اساس قرار نمیدم. تربیت هم اینطوره، شما با تربیت رو نمیشه با زور تربیت کرد. این انسان حقشه که آزادی داشته باشه. آزادی نه اینکه یعنی من سوء استفاده از آزادی.
آزادی یعنی که این کسی به زور نگه، اون هم به کسی دیگه زور نگه. حالا اگر که به من آزادی که حق من ازش برخوردار بشم، من ازش سوء استفاده کردم، زور گفتم، قوانین هست که با من برخورد میکنه، یه قاعده است، تموم شده. میگم آقا شما زور گفتی، ایشون هم شاکی هست، من باید برم جلو دادگاه جواب بدم، حالا جزای نقدی هست، هم زندان داره، هر کسی متناسب با کاری که کردم. ما قانون هست، میشه کشور قانون مدار. ما در ایران قانون مداری نداریم. شما سرمایه پول داشته باشه، پارتی داشته، پلان داشته باشه، پول میدن پرونده رو میدوزن، پول میدن قاضی رو میخرن. جناب آقای گلزار، ما صدای شما رو نداریم، بکنم اینترنتشون قطع شد. خب حالا تا جناب آقای گلزار برگردن، حقیقتش 19 نوامبر تظاهرات بود. من خودم توی این تظاهرات شرکت کردم و دیدم که حالا توی یه جمعیت 50 تا 70 نفری واقعا تحمل همدیگر رو نداشتن. یعنی یه گروه به اون یکی حرف و ناسزا میزد، یعنی یه جوی بود که من خودم به شخصه نتونستم 10 دقیقه اون جو رو تحمل کنم. حالا جناب آقای شفایی هم خوشبختانه حضور دارن. یه سوال داشتم جناب آقای شفایی، چطور میشه که بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم؟ یعنی واقعا من موندم بعد از حالا این گذر از این شرایط، چطور میشه که بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم، توی یه فضایی در کنار هم بتونیم تصمیم گیری کنیم؟ خب من مایک رو برای شما آقای صفایی باز میکنم. میخواستم خواهش کنم که خود آقای گلزار صحبتشون رو ادامه بدن، شد آخر صحبت. بله بفرمایید جناب آقای گلزار. بله بله، میکروفون باز شد. میبخشید من افتادم از اتاق بیرون، دو مرتبه باز کردم. آقای شفایی هم سلام میکنم که در حین صحبت امکانش نبود. خدمتون عرض کنم، پس میرسیم به این که حتی در موقعیت جنگی اگر میخوایی در یک جنگی پیروز بشید، آزادی اصل اساسی است. شما اگه یک کارخونه داشته باشه که در حال ورشکستگی است، مهمترین قسمتش اینه که با کارگرها و کارمندهای خودتون در کمال آزادی برخورد کنید و به اونها امکان این رو بدید که با شما در دادن اطلاعات تصمیم گیریش بیان همکاری کنن و یک عقل جمعی درست میکنید. من این تجربه رو خودم داشتم، خودم رفتم شرکت هایی که مشکل داشتن همین مسائل رو باشون صحبت کردم، برای که تحول بشه. قوانین که طبیعیه که باید قوانین باشه، ولی این قوانین مایه و بنمایه زور نیست. تو حالا خیلی راحت میتونید تو خانواده هم تربیت کنید. اگه مردی گفت که من هستم که باید این سفت بیستم و بزنم رومیز بگم که امور خانواده چگونه باید بگذرد و تصمیم گیری بکنم، خب یعنی چه؟ یعنی زنش آزادی نداره، استقلال نداره، فرزندان رو همینطور. حالا کار خودش خیلی سخت میشه، باید مرتب زور بگه، خودش هم از انسانیت میفته. اون وسط چی میمیره؟ در درجه اول عشق از بین میره.
دو تو اون خانواده دیگه صفا و صمیمیت و رشد دیگه وجود نداره، به همین راحتی عکسش باشه، همه افراد خانواده آزاد باشن در تصمیم گیری، در ارائه نظر، با هم دوستی بکنن. خب محوری یه سری قواعد هم میذارن. قاعده اول اینه که مثلا پشت سر کسی حرف نزنیم. قاعده دوم اینه که هر روز یه ابتکار جدیدی به خلق همش یه سری کارا رو میتونن به هم پیشنهاد کنن، بعد میشه اونا مایه تحول، هی هم به ابتکاراتشون اضافه کن. مثلا یکی از موفقیتایی که کانون پیدا کرده به خاطر اینو روش بوده. هر کی اومده یه پیشنهادی داده، نگفتم برو دنبال زندگی، پیشنهادات رو آوردن اجرا کردن. آیا بدون ضعف کانون؟ نه. آیا بهترین؟ نه. ولی خوب عمل کرده. 20 سال نگاه میکنه یک حاصل بزرگ داشته، چون یک سری قواعد بوده، در کنارش آدم ها آزادن در فعالیت، در رشد. بفرمایید. خواهش میکنم. سپاس از شما. آقای حمزه‌زاده بفرمایید. خواهش میکنم. درود مجدد. در واقع من دو تا مورد می‌خواستم بیان کنم، نمی‌دونم وقت بشه یا نه. در ادامه حرف جناب آقای سامانی دوستمون که فرمودن مردم به زور عادت کردن، من می‌خوام این سوال اینجوری مطرح کنم، یعنی موضوع اینجوری مطرح کنم که مردم ما هنوز اونقدری آگاه نیستن که بتونن خوبه رو تشخیص بدن، و ما اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ از اینجا که به قول خانم شاسوانی هنوز نمیتونیم با خودمون حرف بزنیم و به توافق برسیم، هنوز نمیتونیم همدیگر تحمل کنیم، حتی اگر بدونیم حق با طرف مقابله، هنوز اون درک رو نداریم که بخوایم بهش حق بدیم و رو نظر خودمون پافشاری نکنیم. تو این شرایط اگر قرار باشه انتخاباتی اتفاق بیفته، در واقع من فکر میکنم آقای سامانی هم همین چیزو داشتن، تو این شرایط اگه بخواد انتخاباتی رخ بده، مردم خیلی راحت گول میخورن و دوباره این داستان 57 اتفاق میفته. ولی اگر حالا ما اسمشو میذاریم شما میگید دیکتاتوری، ولی اینکه یه شخص بیاد که خب اکثریت حالا تا حدودی بهش اعتماد دارن و گذشته چوری بوده که خیلی بهش اعتماد دارن و قبولش دارن، ایشون بیاد محیطی رو ایجاد کنه که همه چی باز باشه، یعنی که به قول شما دیکتاتوری نباشه، باز کن همین حرفایی که شما زدین رو، فقط به عنوان اینکه بقیه هم بتونن حزب تشکیل بدن. و چند سال طول میکشه که مردم بتونن انقدر آگاه بشن که بگن آقا ما میخوایم واقعا دموکراسی باشیم، نمیخوایم مثلا کسی بالا سرمون باشه. این هم قسمت اول سوالم آقای گلزار. و قسمت دومم این که ما الان توی ایران اقوام مختلفی داریم، شهرهای مختلف با زبانهای مختلفی داریم، توی این قانون اساسی که شما فرمودین در مورد صحبت کردین، برای جلوگیری از چطور بهتون بگم، برای جلوگیری از تفرقه بین مردم، بین این قوم ها چه پیشبینی هایی کردین، چه چیزایی در نظر داشتین؟ چون من خیلی از دوستان شنیدم توی همین کانون در موردی صحبت شده، وقتی بحث مثلا تمامیت ارضی رو میکنی میگه اصلا برای ما مهم نیست، ما اصلا هیچ تعصبی به این موضوع نداریم، ما فقط میگیم آدم ها باید خوب زندگی کنن، اصلا مهم نیست که مرز چقدر باشه. و اینکه اگر قرار باشه ایران یه روزی فدرالی بشه، چطور میتونید شما کنترل کنید این قدرت رو که بخواد از اون حدش خارج نشه؟ ممنون میشم جواب بدید. اول اینکه شما یه مبنای میذارید، بر اساس مبنای شما من میرم جلو. خوبه؟ میگید مردم خوب و بد رو نمیتونن تشخیص بدن. خب اگه ما خوب و بد رو یه ملتی نتونستیم تشخیص بدیم، چه شکلی یه آدمی بیاریم که برای ما همه کار رو خوب انجام بده؟ باید بتونیم اول از همه تشخیص بدیم که این آدم میتونه کار خوب برای ما بکنه. خب 40 سال ما پدرمون در اومده ها، این به این راحتی نیست. 43 ساله این وطن بعد از یه انقلاب که خواسته های انقلاب استقلال بوده است، آزادی بوده در همه زمینه، آزادی برای زن در پوشش، در تحصیل، در شغل، در همه چی، احزاب آزاد بودن، همه چی شفاف بارها گفته شده. این بلا سر ما اومده، بعدم آقای خمینی تعهد سپرده به عنوان ولی فقیه، به عنوان مرجع تقلید که حرفش نباید دوتا بشه، گفته من میرم در قوم روحانیت شرکت نمی کنن در امور. خواه وارد کشور شدن، حزب دادن، خودش روحانی ها رو انتخاب کرده به عنوان حاکم شهر. پس ببینید به این راحتی نیست. حالا مردم خوب تشخیص دادن،
آقای خمینی رو تصور میکردن چون ایشون مرجع هست و تعهد میسپاره میتونه به عنوان رهبر یا سخنگو باشه تا روز آخر. قولم داده که من میرم. حالا حداقل من اون موقع جوان اون دورم دیگه. یکی از بزرگترین بحث‌ها این بود که آقای خمینی و آخوندا میخوان بعد چیکار کنن و همه میگفتن بابا گفته ماها هیچ نقشی نداریم و من صفر جلو این کارو خواهم گرفت، من به قم خواهم رفت. خب رفته بعدش هم برگشته اومده فساد کرده. حالا ما اگر ملتی هستیم که بد و خوب و تشخیص نمیدیم، چه شکلی روزانه امورات خودمون رو میگذرونیم؟ میریم خرید، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، بچه رو تربیت میکنیم، با دوستانمون از روابط برقرار میکنیم. هیچ کس نمیره کتاب روانشناسی مثلا آقای کی رو بخونه یا خانم فلان رو بخونه و بعد بیاد بچهش رو تربیت کنه. جلوی پیشانی میگن یه بخش خاکستری داره که این بخش خاکستری تا 25 سال 26 سالگی کامل میشه و انسان میتواند تشخیص بین بد و خوب رو بده، یعنی بخش حقوقیش کامل میشه. آقا یه بحثی شده حالا از لحاظ علمی، خب اگر تا سن 25 6 سالگی میخواد کامل بشه، چرا سن بلوغ رو گذاشتیم 18 سال؟ این هنوز کامل نشده. یه بحثه، چون خیلی از لحاظ علمی هم این جدیده، ولی نه چون جدیده انسان ها بهش رسیدن، انسان ها قبلش هم داشته. شما میره توی روستا اون طرف میفهمه زور گفتن یعنی چه، میفهمه دوستی یعنی چه، میفهمه مهر یعنی چه. زور گفتن هم بلد هست چون یاد گرفته، ولی جزء حقوقش نیست، یعنی فطری انسان نیست زور گفتن. زور گفتن را انسان از بیرون یاد میگیره به عنوان یه روش که اعمال سلطه بکنه بر دیگری سلطه برقرار کنه، ولی جزء فطرت انسانی نیست که زور گفتن. نه، دوستی جزءش هست. میگید نه از خانما سوال کن، خانما شدید حساسن به روابط آقایون، کوچکترین کاری بکنه که توش دوگانگی باشه، دروغی باشه، ریایی باشه، کم و زیاد کنه برای دیگری، حتی نه برای خودشون، اعتمادشون از بین میره. چرا از بین میره؟ برای که اعتماده خیلی مسئله اساسی. حالا برو به اون خانومی که نه که سنش بالا باشه، یه دختر خانم مثلا 12 ساله 14 ساله، بگو اینا از کجا میدونی؟ میگه فهمیدم، میفهمم. و واقعیتش که میفهمم، اون میفهمه با این آقایی که داره حرف میزنه نگاهش اون نگاهی نیست که بهش بشه اعتماد کرد. این رو دیگه دانشگاه براش نرفته. حالا یه توجه به شما میدم، از فردا که تو خیابون راه میرید یه نگاه به خانمایی که راه میرن تو خیابون نگاه کنید. خانم ها به هیچ آقای نگاه نمی کنن، عموما راه خودشون میرن، خانم ها با خانم ها حرف میزنن، راه میرن، شلوغ میکنن، میگن، میخندن، همه کاری میکنن. آقایون نه، هی مرتب نگاه میکنن. این خانم از بچگی یاد گرفته برای امنیت خودش رابطه چشم با چشم با دیگری برقرار نکنه، غیر از به کسی که بهش اعتماد میکنه. با بچه‌م شما همینطوره، هی میگی نازی فلان اینا تا انگشت شما رو بگیره، بچه 6 ماهه نمیگیره تا اعتماد نکنه. بعد میرسه به یک دوره، در آلمانی بهش میگن تروتس فازه، یعنی دوره‌ای که بچه هر چیزی رو میسنجه که اعتماد بکنم یا نکنم. و میگن این بچه الان توی دوره هست که اگه یه چیزی بگی گریه میکنه، غریبی میکنه. تو ایران بهش میگن غریبی. برای چی میکنه؟ برای که اعتماد نمیتونه. اینا چیزی نیست که لحاظ سیاسی هم بیان بگن که مثلا حال یاد بگیره. مردم هم تو یکی حرف میزنن میگه از قیافش خوشم نمیاد، به جوری حرف میزنه که باد تو قبقبش میندازه، تکبر میکنه. این یه قاعده هاییست که جوامع داشتن و دارن. اما حالا شما بگید از لحاظ علمی اینا، حالا مثلا تو خیال میکنه مثلا به مردم آلمان که آموزش میدن میان کتاب کانت و نمیدونم فلان رو براشون میخونن؟ نه، اونها هم خیلی امور رو همین شکلی یاد میگیرن. حتی به احزابی رأی میدن بعد میگن اشتباه کردیم رأی دادیم. من کارمندی داشتم به من گفت که من میخواهم به این
حزب لیبرال های که FDP هست تو آلمان به اینها رای بدم؟ گفتم برای چی میخوای خب اینا رای بدی؟ اینا که اصلا برنامه ندارن که. گفت اینا قول دادن اگر ما بیایم سر کار ما 50 اورو حقوق ما میره بالا. گفتم تو واقعا خیال میکنی اینا بیان بالا؟ اینا اگه بیان بالا 5% رای دارن تو مجلس، بعد باید ائتلاف بکنن و در ائتلاف اجازه نمیدن طرحشون پیش بره. گفت حالا ببینیم چی میشه. رفته بود رای داده بود. بعد چی شده بود؟ اونا اومدن تو ائتلاف، اصلا اون برنامه رو نتونستن عملی کنن. به من گفت ای پدر سوخته ها، قول دادن ولی زیر قولشون زدن. یه آدم آلمانی تحصیل کرده همه چی اینجا. یعنی اینا انسان ها یه سری اعتمادات میکنن که اون اعتماد هم اعتماد اشتباه است. این که انسان حقشه در سلامت اجتماعی زندگی کنه، حقشه و حقشه برای این که به اصطلاح از این حق برخوردار بشه بیاد در صحنه اجتماعی اعتراض بکنه و بخواد که تغییر ممکن بشه. ولی بهترین تغییر اینه که قابل آزمایش باشه، نه که یه نفر بیاد و بمونه. 4 سال میاد خوب نیست، عوض میکنیم 4 سال دیگه، خوب نیست 4 سال دیگه، تا اینکه اعتماد بکنیم به کسی که این دروغه که تو مغز ما کردن. یک دیکتاتور صالح، نه دیکتاتور صالح وجود نداره. اینو برای آقای رضا شاه دوره شاه میگفتن و دروغ بود، برای اینکه رضا شاه به زور 6000 آبادی رو از مردم گرفته و به اسم خودش کرد. موقعی هم که مقاصد از ایران بیرونش کنن 400 میلیون دلار پول تو سوئیس داشت. بعد توافق کردن با پسرش انگلیسیا که تو با ما همکاری میکنی، اون 400 میلیون رو به حساب پسر ریختن، زمینا رو هم دو مرتبه شاه گرفت. این صالحیش بوده، با زور حاکم بودن. آقای خامنه‌ای هم همین کارو میکنه، میگوید من فقیه جامعه و شرایط هستم فلان، که هیچ کمیشه نداره، ولی فقیه مسلمین هستم. گفتن لطفا شما ولی فقیه مسلمین هستی برای ایران باش، دیگه دنیا رو نمیخواست صاحب باش، چون میخواست ایشون رهبر همه مسلمین جهان باشه. مردمش اعتماد ندارن، سر سوزنی. یه اقلیت فوق العاده کم. شما یه چیز من به شما میگم، لحاظ سنی در اولین انتخابات ریاست جمهوری آقای خمینی تمام خانوادش به اصطلاح فقهای حوزه علمیه، حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، حزب توده دفاع کردن از آقای حسن حبیبی. درسته؟ یعنی دیگه همه میدونستن که وقتی حزب جمهوری میگه آقای خمینی هم پشتیبان. آقای حسن حبیبی ورده 4.9% اول انقلاب. اینا اینقدر پشتیبان داشتن، با زور اسلحه اومدن و جنایت حاکم بر قدرت شدن، وگرنه مردم همون موقع اینا رو شناخته بودن. اینه که مردم خوب میتونن تشخیص بدن، البته اشتباه هم میکنن، حقشونه که اشتباه هم بکنن تا تحول. اما اگه فضا آزاد شد سرعت رشد خیلی زیاده، خیلی زیاد خواهد. بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم. خانم راجع به اقوام پرسیدید، اقوام ها نترسید از این اقوام که میگن اینا رو، ترس و استبداد آقای سیدعلی خامنه توی دل مردم میندازه. همه بحث سر اینه که آیا در قسمت کردستان که خود اونها هم میگن ما فدرال بشویم چگونه؟ طرحی هم تا حالا من ازشون نخوندم که طرح واقعیشون چیه. بر فرضم بگیم یه فدرالی بشه مثل فدرال اسپانیا که اونها جزء وطن ما هستن، ولی یه ایالتی میشن، یه استانی میشن برای خودشون که خودشون مدیریت خودگردان انجام میدن به قول خودشون. خب اگر که به توافق رسیدن گفتن نه این کارو بکنن. اینم یه سیستم تو دنیا فدرال. تا حالا همچین به صفت جمعی همه ایرانی‌ها موافق نیستن. یه چیز رو مخالف ایرانیان، اینکه یک بخشی از ایران کنده بشه بره. چون در طول تاریخ ایران 7 قوم این کشور رو نگه داشتن، یکی از اونها کردها بودن که از دوره مادها جزء اقوام اصلی جامعه ایران هست. ولی اگه یک کسی بیاد بگه من با تفنگ میخوام جدا بشم، خب بقیه ملت هم بیکار نمیشینن. مثل این که مثلا ما توی یه محله هستیم، همسایه ها مثلا یه نفر بیاد بگه من میخوام نصف خونه اینو ببرم برای خودم تصاحب کنم، خب بقیه هم بیکار نمیشن، میگن میبخشید به چه حقی اومدی میخوای این کارو بکنی.
نه ناراحت، من فعلا نه ترس دارم نه نگرانی دارم، نه از چیزهاییست که خیلی استبداد میخواد بترسونه ما رو اینا رو میگه. یکی از دلایلش هم که نمیترسم در حال حاضر اینه که به مجردی که در زاهدان حمله کردن، کردها شعار دفاع از زاهدان دادن، وقتی به کردستان رفتن به سنندج حمله کردن، لورها و کردها و بقیه ایران دفاع از چیز دادن، از کردها دادن. این خیلی واضح، یعنی یه هماهنگی و همگرایی بین همه هست. احزاب میان یه چیزایی میگن، حالا هنوزم وقتش نشده که ببینیم با اون احزاب چه شکلی باید برخورد. ببخشید، بفهمید. سلام، روز همگی بخیر. من یه سوالی خدمتتون داشتم آقای گلزار. الان داخل ایران به خاطر شرایط اقتصادی اختلاف طبقاتی مردم با هم خیلی زیاد شده، یعنی مثلا اگه شما داخل ایرانی ماشین خوب سوار بشید، حالا با زحمت خودتون به دست آورده باشید، همه حالا اون کسی که قشرش ضعیف‌تره فکر میکنه که اون مثلا پولو از راه دزدی به دست آورده، یا اینکه این حق اونه که پیش شماست. به نظر شما این اختلاف طبقاتی و بعدن که مثلا یه انقلابی چیزی شکل بگیره مردم چجوری میتونن بپذیرن؟ اونجوری نمیشه که مثلا قشری که ضعیف‌تره بخواد از قشری که مثلا وضع بهتری داره فکر کنه حقش بشه اونه بخوان مثلا غارتی چیزی انجام بدم؟ نظر شما چیه؟ من این برام خیلی شبهه و شک داره. والا قرار اینه که انقلاب بشه، قوانین بر به اصطلاح اجرا بشه. گفتیم الان خیلی قوانین اجرا نمیشه. انقلاب میکنن مردم که سامان پیدا کنن، انقلاب پیدا نمیکنن که سامان بدن. اما تو ایران یه روحیه عمومی هست، این رو خیلی ها دارن. من چون نمیتونم برم ایران و بیان، امکانشو ندارم، اینه که از روی فیلم و عکس اینا دیدم، همه دوست دارن مبل سلطنتی داشته باشن. حالا روی مبلای سلطنتی هم کسی راحت نمیتونه بشینه ها، چون من یکی دو تا دوست دارم از ایران آوردن، از این مبلا رفتیم نشستیم روش، مثل رو استخون نشستی، دسته های چوبی، اصلا شکل شمایلش آدمو اذیت میکنه. دوست دارم. پس بنابراین یه روحیه عمومی است، تغییر میکنه، بله زمان میخواد حتما. چرا اینطور شده؟ مخصوصا این از زمان شاه بود این اخلاق که مبلای استیل سلطنتی دوست داشتن مردم بخرن، ولی بعد از انقلاب تا به حال خیلی زیاد شده. یعنی اینقدر رنگی و منگی و انواع و اقسام شکلا درست شده که آدم بعد از وقت تعجب میکنه که یه همچین چیزی. خب اینا هست، اینا زمان میبره تا درست بشه. اینکه در جامعه ما لباس طرف مارکدار بپوشه، نمیدونم تلفن چی دستش باشه، ماشین، اینا جزء شخصیت میدونن هنونا. خب هست، تو بعضی از کشورها نیست. مثلا آلمانی ها خوششون میاد که ماشین خیلی لوکس داشته باشم، به بقیه هم نشون بدم من ماشین خوب دارم. مثلا در آلبانی مردم در محیط خیلی فقیر زندگی میکنن، ماشینشون باید خیلی خوب باشه. هر که ماشینش خیلی خوبه، یعنی دیگه این خیلی وضعش خوبه، براش مهم نیست. اینا یه فرهنگای هست که ضد فرهنگ جامعه یاد میگیره، عادت میکنه بهش، بعد از یه مدتی هم میتونه تغییر پیدا کنه. اما این که بگیم بلبشوه، اگر که فردا اوضاع احوال وطن خراب شد، مثلا یه درام میفتن اگه فقیرن بقیه رو غارت میکنن، امکان داره مواردی هم پیش بیاد، ولی قرار ما اینه که حقوق مداری بشه. من در چندین مصاحبه که کردم سعی میکنم این رو انتقال بدم به اون میزانی که امکانشو دارم، و توی اینستاگرام و تلگرام و اینا همه این کارو میکنم. و اون که بیشتر خطاب قرار میدم نیروهای انتظامی رو که شما بیاد به طرف مردم، خشونت زدایی نکنید، چون اگر اینها به طرف مردم بیان زمانی که تحول میخواد ممکن بشه، اینها نیروی انتظامی بمونن که بشه کشور رو اداره کرد. مثلا در انقلاب 57 اون نیروهای انتظامی رو به مقدار زیادی بیعمل کردن، چون آقای خمینی دوست داشت این کار بشه، کمیته ها درست کردن. کمیته ها بسیارشون آدم های درستی نبودن که اومدن تو کمیته ها، شدن مسئولین، به قول یکی میگفت لات های محله، شدن مسئول کمیته و نظارت. خب خیلی فسادا کردن. اما اگر که اساس رو بشه نگه داشت، اون نیروی انتظامی باید امنیت و انتظام رو ممکن کنه،
تا اینکه این تحول ممکن بشه. قوه قضایی هم همینطور باید به امور مردم رسیدگی کنه، زمان میبره، ولی خب این زمان ارزش اینو داره که آدم این کارو بکنه تا تحول ممکن بشه. یا اینکه باید بگیم نه، تو همین استبداد میمونه، این استبداد بهتره. نه که به نظر من بهتر نیست، ولی این فقری که به وجود اومده بیداد میکنه. آخه طبق آمار دولتی 27% جامعه ایران عنوان کردن 32 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. این دیگه به ماشین اونا نگاه نمیکنه، به یه لقمه نون نگاه میکنه که شب راحت بتونه بخوره، فردا بتونه زندگی کنه باش. و میگن این خط فقر مطلق، همین امروز یه مقاله خوندم که روزانه به چه میزان داره همینطور اضافه میشه، که طبیعی هم هست، چون که مردم این تعادل وضعیت اقتصادیشون باعث میشه که وضعشون بدتر بشه. جدیدن همین تو همین جنبش اعلام کردن به کارمندان دولتی بازنشسته و غیر بازنشسته و نیروهای انتظامی و نظامی و اینا 20% حقوق رو میبریم بالا. میدونید یعنی چه فاجعه‌ایه؟ یعنی به مجرد که 20% شما بردید بالا، به میزان پولی که آزاد میکنه به عنوان حقوق، 2 برابر اون باید کالای مورد احتیاج در بازار باشه، وگرنه تولید تورم میکنه. یعنی 20% حقوق بردن بالا سر 1 ماه، اون 20% بی ارزش میشه، بقیه ملتی هم که اون 20% نگرفتن فقیرتر میشن. تموم شد را. به همین راحتی. و این چرخه بسیار بسیار معیوبی است. قابل تعمیر هست این چرخه؟ بله. میشه درستش کرد؟ بله. وقت میخواد، طبیعی است که وقت میخواد. با چه سیستمی؟ با یه سیستم دموکراتیک میشه این کارو کرد. با غیر دموکراتیک امکان نداره. شما فکرش بکنید در سال در ایران 30 میلیارد دلار طبق گفته های دولتی از کشور سرمایه فرار میکنه. حالا نمیدونم شما چند نفرتون در آلمان هستید، لطفا مطالعه کنید سال چند میلیارد به کشور آلمان پول وارد میشه، چون امنیت درست کرده. و تو ایران امنیت نیست، سرمایه فرار میکنه. هم سرمایه انسانی که سالی 120 تا 160 هزار تا باشن، هم سرمایه مالی باشه که سال 30 میلیارد خدمت من هست. بفهم آقای سامانی. سپاس از شما جناب آقای سامانی. خیلی ممنون از اینکه دوباره من وقت دادید. ببین من یه سوالی کردم بحث فرهنگ سازی. آقای گلزار فرمودن که باید مردم آموزش بدیم. درست میفرمایید. الان ما در حال انقلابیم، وقت آموزش نداریم. یکی مسئله این. مسئله دیگه، انقلاب برای ما هزینه هنگفتی خواهد داشت. که بخوایم کل سیستم رو عوض کنیم، حکومت رو عوض کنیم، نوع حکومت و سیستم رو عوض کنیم، هزینه هنگفتی بدیم. هم از نظر مالی، حتی از نظر جانی انسان‌ها. بحث دیگه، ما اومدیم یک حکومت دموکراتیک تشکیل دادیم، مردم هم آموزش دادیم. آیا کشورهای دیگه دخالت نخواهند کرد؟ دخالت خواهند کرد. مثل اوایل انقلاب ما، اوایل انقلاب ما اینقدر فقیر نبودیم، اینقدر تحت فشار نبودیم. کشورهای شروع کردن دخالت کردن، خیلی از سران مملکت ما ایرانی نیستن، یا انگلیسی هستند، از انگلستان اومدن سر کار، یا کشور فلان یا فلان، یا منافع اونا رو در نظر میگیرن. ما الان هر روز تحریم ما شدیدتر شده، به این وضع دچار شدیم. پس اوایل وضع ما خوب بود، حکومتمون هم اصلا شاهن چی بود، خیلی هم حکومت دیکتاتوری، ولی از نظر اقتصادی و رفاه خوب بودیم. به مرور رشد کردیم، کشورهای خارجی دخالت کردن توش، پس دوباره یک سری هزینه بابتمون دادیم، دوباره بابت یک انقلاب دوباره بخوایم یک هزینه هنگفتی بدیم. ما الان تو ایران هستیم، میدونیم چه خبره. واقعا اگر یک انقلاب دیگه بشه، یک هزینه دیگه بخوام دولت ایران بده، به نظر من تا 150 سال دیگه هیچش نمیمونه، اصلا نمیتونه روش کنه دیگه، نمیتونه اصلا پیشرفت کنه. پس اینکه کل حکومت عوض کنیم، کل سیستم عوض کنیم و همه چی رو بریزیم به هم، به این راحتی ها نیست. الان تو مملکتی که ما هستیم، ببینید مثال بزنم، بعد از انقلاب تو مملکت ما یک تابونی نتونستن راه اندازی کنن. بارها شرکت های تاوانی اومدن وارد عمل شدن، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر، هیچ شرکت های تاوانی موفق نشدن. چه کار مشارکتی بود؟ ما در ایران سیستممون اینه، کار مشارکتی رو نمیتونیم انجام بدیم.
یک سال دو سال نهایتش دووم میاره. خیلی از افراد هستن شرکت دارن دووم نمیارن، سه نفر چهار نفر پنج نفر، یا شرکت هایی که دووم میارن با هم نسبت فامیلی دارن یا خانواده هستن. پس ببین خیلی سخته که مردم مشارکت کنن، دموکراسی باشه و به این راحتی ها نیست. هزینه های نگفتی دارن. ممنون. ببین آقای سامانی عزیز، تا امروز چند نفر کشته شدن؟ 480 یه نفر. پس کی داره هزینه رو میده؟ ملت داره میده، رژیم که نمیده که. میگه انقلاب هزینه های هنگفتی داره، جانی مالی. حالا بیایم یه بررسی ما با هم میکنیم ببینیم کدوم هزینه ها بیشتره یا کمتر. این دولت در یعنی سیستم نظام ولایت فقیه در سوریه لشکر داره، در عراق داره، در یمن داره، در لیبی هم، در لبنان هم داره. تو این چهارتا که اصلا نظامی دخالت میکنه چقدر هزینه میکنه؟ هیچ کس نمیدونه. میگوین برای مسئله اتم 1000 میلیارد تا حالا خرج شده. چه حاصلی داشته؟ یک راکتور ما داریم از زمان شاه نصفه، بعد کاملش کردن. در بوشهر رئیس راکتور بوشهر گفت ما این مخارجی که این راکتور داره اینقدر بالاست که بهتره ببندیمش. دو سال پیش علنا مصاحبه کردم که ببندیمش. برای چی باید 1000 میلیارد خرج شده باشه؟ میگن میخوام یه بمب اتم یه دونه بسازیم. باش چی کار میخوای بکنیم؟ کشورهای دیگه 2000 چه دارن هیچ کار نمیکنن. این پاکستان بغل دست ما هیچ کار نمیتونه بکنه، بنزه کافی هم داره، اون هندوستان هم داره، چی کار میتونن باش بکنن؟ روسیه هم اون ور ما داره. مگه کسی جرئت میکنه با اون یکی از بمب اتم استفاده کنه؟ مگه دنیا میشینه که همچی کاری بشه؟ اون رو میگه بمبو میخوام برای که بتونم سر قدرت بمونم. میزان کارمندهایی رو که در سیستم اتمی ایران هست مقایسه کردن یک متخصصی آقای مصطفی با میزان کارمندهایی که در فرانسه هست، 50 برابر کارمندهای فرانسه ما چیز اتمی داریم. از اون طرفش میزان تولیدی که ما میکنیم نم یک چندم، بسیار اندکه که ایران تولید برای انرژی اتمی میکنه. خب اینا مخارجی که شده. دزدی ها رو هم حساب کنی، 30 میلیارد فرار سرمایه رو هم حساب کنی. نفتی رو که الان دو مرتبه گفتن به آدم‌های شخصی میدیم که نفت در سطح جهان بفروشن، اینم حساب کنیم. کاری که الان کردن سالیان سال با وطن ما که ما تحریم شدیم، چه نیازی هست تحریم کنیم؟ مگه از ملت ایران پرسیدن که شما واقعا بمب میخواید؟ در دوره روحانی معاون وزیر دارایی گفت برای 14 سال دور زدن تحریم ها، الان 4 سال دیگه هم باید بشه اضافه کرد، برای دور زدن تحریم ها ما 250 میلیارد دلار تا حالا هزینه کردیم. او که هزینه نمی کنه که. شما میخواید صابون بخرید نمیتونید، از خارج وارد میکنن، چون از خارج مثلا میگم ها میخوان وارد کنن، مشکل 25% میره بالا. شما به نظر من مطلع هستید تو اون منطقه که کیش هست، اصلا این بخش صادرات واردات مثلا واردات مسئله عمده است. خب برای چی؟ برای دور زدن کالاها. اصلا کشورهای حاشیه خلیج فارس که با ایران رابطه دارن یکیشون گفته ما 8 میلیارد دلار در سال درآمد حاصل کردیم برای دور زدن تحریم ها که ایران جنس وارد میکنه. یعنی یه سودی به جیب اوناست که از جیب ملت ایران میره. حالا شما این همش چی؟ سال 120 تا 160 هزار نفرم تحصیل کرده از کشور میان بیرون. این آلمانی ها خرج میکنن که بتوانن یه عده تحصیل کرده رو بیارن تو کشور خودشون، نیازشونه. ما به رایگان اینها رو به این کشورها میدیم. آدم های تحصیل کرده بسیارشون داره تجربه میان تو این کشورها، یا میرن تو رشته خودشون کار میکنن به ندرت، یا میرن یه کارهای خیلی معمولی رو انجام میدن. اما آدم های باهوشی هم تحصیل کردن با تجربه هستن. مفت و مجانی آدم در اختیار نمیذاریم. مجموعه اینها رو هم لطفا محاسبه کنیم. رانت دارو و کالا که به ایران وارد میشه اینا رو محاسبه کنه. این که ما در خلیج فارس و در دریای به اصطلاح خزر
نتوانستیم از حقوق خودمون دفاع کنیم چون یک حکومت مستبد داریم و هنوز که هنوز قطر و اینها از دبی اینا از چیز میکنه، از گاز زیرزمینی ایران استفاده میکنه، از منابع مشترک ما هنوز نمیتونیم استفاده کنیم. اینا رو همه رو با هم جمع کنه ببینید چه حجم عظیمی سرمایه است به خاطر مدیریت نالایق. من نمیگم که حکومت ایران عوض بشه یه سری نالایق بیان، من خودم رو انسان لایقی میشناسم و دوست دارم در ایران یه سری انسانهای لایقی بتونن مدیریت کنن. قرار ما نیست که اینا برن یه سری دوز جدید بیان، اگه اینه که خب همین دوزه بمونن. این همین حرف هم زمان شما میزدم، گفتم خب اگر بخوان یه سری دوز بیان به حکومت بذاری همین دوزا که حسن حداقل بمونن، گفتن نه قراره که استبداد بره، ما یک جمهوری داشته باشیم، دموکراسی داشته باشیم. قرار ما هم همینه، قرار اینه که اینها برون ما یک دموکراسی رو ممکن کنیم. کار ساده نه، غیر ممکنه؟ خیر، معلومه که ممکنه، مگه بقیه کشورها نکردن؟ شما ببینید در کشوری که ما داریم، ما در 100 سال گذشته 3 بار انقلاب کردیم، مقایسهش کنید با بقیه کشورهای دنیا، تو خیلی اینها حتی انقلاب هم نشده، خیلی هم مشکل دارن. ما یه توانایی مملکت مردم از خودشون نشون دادن. 3 پایه داشته قدرت در ایران: بزرگ مالکی، روحانیت، پادشاهی. این 3 اساس قدرت بوده در ایران. شاه چون می ترسید از بزرگ مالکا، گفت بزرگ مالکا رو من شرشون رو می کنم، خب با این روحانیت می تونم دست و دست همدیگه ادامه حیات سلسله پهلوی داشته باشه. خب بزرگ مالکی از بین رفت، بعد مردم انقلاب کردن، سلطنت رو از بین بردن، موانع دموکراسی بودن. مونده یه روحانیت واقعا بسیار بسیار ضعیف، بسیار ضعیف این روحانیت. با اینم اگه از سر راه برداره، خب دموکراسی ساختنش همچین کار سختی نیست، یه مدیریت اجتماعی رو ممکن کردن. حالا ایرانی ها آیا تجربه مثلا چه میدونم، من نمیخوام مقایسه کنم بگم کشورهای دیگه خیلی پیشرفتن ماها رو تحقیر کنم، ولی خب کشورها تجربیات مختلفی دارن. تجربه‌ای که مثلا برفرض بگیم کره جنوبی داره، کره شمالی نداره، طبیعیه که نداره، چون اون امکانات رو نداشته که ازش برخوردار بشه برای رشد. جنوبی داشته، شمالی نداشته. چرا ما نباید به عنوان یه وطن از این امکانات برخوردار بشیم و یه کشور آباد و آزاد و مستقل داشته باشیم؟ چرا نباید داشته باشیم؟ چرا باید بترسیم یه مجموعی که شما میگید همه چیزهایی که هست این رژیم میگه؟ در حال حاضر هم این استبداده که داره مرتب میکشه. از پارسال تا به امسال 570 نفر رو اعدام کرده. برای چی اعدام میکنه؟ آیا اعتیاد در کشور از بین برده که 4 میلیون معتاد داریم؟ نه، هی همش اضافه میشه، چون بیماری استبداد اعتیاد، بیماری استبداد هی هر روز داره بهش اضافه میشه. طلاق درست شده؟ نه، و بسیاری از مشکلات دیگه که کشور داره. من خواهان تحقق یک دموکراسی در ایران هستم که فضای رشد رو ممکن کنه، نه اینکه یک کسی برود دیگری بیاد. اصلا قرار ما نیست کسی بره کسی بیاد، بناست این استبداد برود و یه دموکراسی بیاد. برای دموکراسی هم باید کوشش کرد، داریم کوشش میکنیم، امیدواریم این کوشش ها موفق بشه. حقمونه که این تجربه رو بکنیم. بفهمید؟ سپاس از شما. زمان فکر کنم 2 ساعت ما زمان تموم شده. اگر حالا جمله صحبت پایانی هست لطفا بفرمایید. خواهش می‌کنم. من خواستم فقط خدمتتون عرض کنم، ببینید ما یه جمعی هستیم الان توی اتاق، این تعدادی که هستیم تو کانون، تعداد دوستان خیلی زیاده. هر کسی به خودش باید خودش رو مسئول بدونه در اطلاع رسانی، در شفاف سازی، در دادن راه حل. دیگه این حداقل کارهاییست که میتونیم بکنیم که بگه من میرم تو اینستاگرام و تلگرام و توییتر و غیره و ببینم چه پیامهای مهم هستن، اینا رو 2 مرتبه میذارم رو صفحه خودم، میرم رو صفحات دیگه لایک میکنم، با دوستان خودم و فامیل خودم در ایران در ارتباط قرار میگیرم،
اطلاع میدهم، اطلاع میگیرم، این اطلاعات رو در اختیار بقیه قرار میدم. و ماشاءالله جمع کانون خیلی همه آدمای جوونی هستن. امروز خودم رو میسازم از لحاظ علمی. این وطن رو کی باید بسازه؟ نسل جوان جامعه در دهر، نسل قبل از جوان که من باشم. ولی من خودم رو خیلی جوان حس میکنم، اما لحاظ سنی معلومه که جوان نیستم. من خودم رو پشتیبان نسل جوان میدونم که این نسل جوان اشتباه نکنه، بیفته تو مدار زندگی و رشد. حقشه، باید این از این حق برخوردار بشه. نسل ماها محتاج نیستیم که وضعیت درست بشه نمچی بکن، نه، از آنکه جامعه جوان امکان رو داشته باشه. پس بنابراین شما که جوان هستید و میخواهید در یک فردایی با یک وطن آزاد و مستقل باشید، امروز بیشتر کوشش کنید. نگید بشینیم ببینیم چی میشه. هر یک نفر میتونه تمام جهان رو تغییر بده. این باور منه. زندگی در ایران آزاد و مستقل خیلی زیباست و برای اون باید بسیار کوشید. خیلی ممنون از حوصله همه شما عزیز. بسیار عالی جناب آقای گلزار، تشکر میکنم که امروز با بحث حق اعتراض با محوریت بعد از این نظام چه میخواهیم همراه ما بودید. در پایان تشکر میکنم از خانم زهرا رهایی و آقای حسن حمزه‌زاده که توی این جلسه به ما کمک کردن. جلسه رو ساعت 29 دقیقه به پایان میرسونیم. روز روزگار باشه.